بینندگان عزیز، با سلام به شما و با این امید که تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. جمعه هست، ساعت 1:59، 1 دقیقه از شما طلبکار میشه و برنامه صلحی با مردم رو که دوشنبه ها، چهارشنبه ها و جمعه ها 2 بعد از ظهر به وقت نیویورک، شرق آمریکا، واشنگتن و 11 صبح به وقت غرب آمریکا، کالیفرنیا اجرا میشه با شما خواهیم بود. معمولا برنامه ها 2 ساعت، ولی سعی میکنم کمتر، 90 دقیقه حتی 60 دقیقه که حوصله شما سر نره، ولی بعض وقتا خیلی موضوع داریم باید همه رو به اصطلاح پوشش بدیم یا بپوشونیم یا برای شما بازگو کنیم. در صورت امروز 7 اکتبر 2016 میلادی است و برابر است با 16 مهر 1395. آقای علی شیرازی عزیز یک نوشته برای من فرستاده بود، بعد نوشته بود ببخشید توی این تاریخ سنشون رو به اصطلاح به جای 88 سال نوشته بودن 78 سال. گفتم اصلا ناراحت نباشید، من توی برنامه دوشنبه به جای سال 1395 گفتم سال 1359. بله، سال 1395 است و خبر این که اون روز هم گفتیم حتی عربستان هم میخواد تقویم یا تاریخ میلادی رو استفاده کنه. دلیلش اینه که یکی از دلایلش اینه که میخواد 10 روز در سال به نفعش بشه، چون اون سال قمری که اونا استفاده میکنن اولا خیلی اوضاعش خرابه، مثلا جمادی الاول که یعنی سرما، از کلمه اون روز آقای مینوی داشت توضیح میداد، جامد و سرما و اینها میاد، یه وقت میشه وسط تابستون، یا ربیع الاول ربیع دوم که بهاره، یه وقت میشه زمستون یه وقت میشه تابستون. ولی حالا اگه ماه سال میلادی ماهاش رو اشتباه کردن، مثلا اکتبر که همون از کلمه اکتاپوس و اینها میاد 8 پا، باید ماه 8 باشه، یا دسامبر از همون کلمه دسیمتر اینا هم هست که میگیم 1/10، اینها اون باید برج 10 ماه 10 باشه، 12 است. ولی اقلا دیگه شما همیشه میدونید که مثلا ژانویه و فوریه سرده، مارچ هوا شروع میشه آخرای زمستون دیگه، 20 مارچ هم همیشه اول نوروزه. ولی آقای مینوی داشت تعریف میکرد که تقویم ما ایرانی ها تقویم خوبی هست و ایشون درست میگفت. البته باید تأکید میکردن که منظورشون از تقویم، این تقویم شاهنشاهی، اون تقویم نمیدونم، 100 تا تقویم دعوا دارن. یکیش میگه باید با تقویم زرتشت بری 3000 فلان، یکی میگه باید با پادشاهی ایران بری 7000 خورده ای، یکی هم که شاه با به اصطلاح ندانم کاریش یک چیزی را انداخت خیلی مسخره 2500 سال و به اصطلاح فرهنگ ایران رو یه مقداری اینجوری ضربه زد. در هر صورت اجازه بدید من ببینم که برنامه ها ضبط میشه. ما اون سیستم جدیدی که گذاشته بودیم، دوستان گفتن تصویر بد نیست، میشه تحمل کرد، ولی صدا به خوبی این یکی که الان داریم نیست و ما هم عوض کردیم. خب بدم نشد، اونو پس دادیم، یه مقداری هم پول ساختیم. اجازه بدید که از آقای دکتر افشارها تشکر کنم و چون گفته بودن که از این جمعه ساعت 3 بعد از ظهر با ما هستن، وقتی باشون صحبت کردم گفتن که نه، از این جمعه نمیتونن بیان، از جمعه آینده ساعت 3 بعد از ظهر با آقای دکتر کاظم افشارها خواهیم بود و برنامه ایشون یه برنامه مستقلی است. هر دفعه دلشون میخواد درباره یه موضوعی صحبت میکنه، شما هم به عنوان بیننده حق دارید باشون تماس بگیرید. ایشون حتی تلفن خودش رو هم به اصطلاح در حین برنامه گفتن نشون بدید که بعد از برنامه هم تماس بگیرید. خیلی اهل فیسبوک نیستن، با وجودی که اسمشون روی فیسبوک هست و هر کدوم از این دوستان بالاخره یه جوری میخوان مردم باشون تماس بگیره و ما هم باید به خواسته اونا احترام بذاریم و همون جوری که اونها میخوان تماس بگیریم. این از این ماجرا. و اما طوفان متیو، میدونید که اینجا طوفان ها رو اسم میذارن بر اساس الفابت شروع میکنن
بعد گاهی وقتا اینقدر توی سال زیاد میشه که مثلا الان به امم رسیده، متیو، و این آقای متیو که اگه اشتباه نکنم اسم یه پیغمبر چیزا هم هست، مسیحی ها هم هست، داره میاد بالا و در بالا آمدنش داره خراب میکنه و میاد بیش از 100 نفر توی هیتی، این کشور فقیر و بیچارهی کشت که هر روز یه بلایی براش نازل میشه. تازه جالب اینه، اینایی که میگن به اصطلاح بین من و شما میتونن با خدا صحبت کنن، اونها میگن دلیلش اینه که اینها شیطان پرستن و خدا هم اینها رو اینجوری تنبیه میکنه. من نمیدونم چرا خدا که بر هر چیزی ناظر و حاضر هست اجازه میده اینها شیطان پرست بشن بعد اذیتشون کنه. مثل این مونی که شما بچت داره میره به طرف آتش، بعد هیچی نگی بذاره بیفته تو آتش، بعد بگی خودتی سوختی. و نمیدونم، من این فلسفه خدا و این ماجراها رو نمیدونم و فکر میکنم اینها یه چیزای طبیعیه، همون تو حال طبیعی نگهش داریم، بهتره پای بنده خدا خدا رو هم وسط نکشیم. اینم از این. و اما آقای حسن ارشاد جمعه ها ساعت 4 بعد از ظهر برنامه دارن، این هفته برنامه ندارن، دلیلش رو هم ایام ماه محرم گفتن، خیلی کار دارن، میدونید که ایشون کتاب فروشی داره و اینها و لابد جلسات و این چیزایی هم دارن، در هر صورت این هفته برنامه ای ندارن. این هم از این. و اما ما دیروز یک ماجرایی داشتیم و یادم افتاد به یک اتفاقی که برای من افتاد، گفتم برای شما بگم که برای شما این اتفاق نیفته، مگر اینکه بخواین ابرواتون رو مجانی بردارید. میدونید که این روزا ماشاءالله خانوما حتی آقایون ابروها رو برمیدارن، حالا به غیر از که برمیدارن بعضیا میتراشن بعد یه ابرو این بالا خال میکوبن که اصلا گاهی وقتا وقتی میبینیشون فکر میکنی همش اینا دارن اینجوری نگاه میکنن، یا توی ایران مثل که معروف به مدل مریخی اینا اینجوری هم مثل افرادی که از مریخ اومدن، حالا کسی هنوز از مریخ نیومده که اینها خالکوبی میکنن مدل مریخی. خب آقا رضا اینجاست با ما و بله آوانگاردیست هست ایشون، امیدواریم که چنین باشه. ولی آقا رضا روی فیسبوک، قانون فیسبوک، البته دیگه میگم انقدر ما ایرانی ها همه چیز رو خراب میکنیم که اگه یه کسی قانونی عمل کنه اون بیچاره به نظر میرسه که یا عقب افتاده است یا دیوانه است یا یه چیزی. در هر صورت برگردیم به این ماجرای ابرو و بخاری و اینها. بعضی از شماها که تو آمریکا مخصوصا این سیستم هست که بخاری و کوله رو توی یک جعبه بسته‌بندی میکنن، بهش هم میگن HAVC اگه اشتباه نکنم، ولی یه روز به روز بیاد برامون توضیح بده. و بعضی ها مثل ما اینو همیشه روشن میذارن، زمستون شد بخاری روشن میشه، تابستون شد کولر روشن میشه و حقیقتا دیگه با هوای بیرون خیلی در رابطه نیست. بعضیا حالا به هر دلیلی که دارن تابستون که میشه اون شمعک بخاری رو که اینجا بهش پیلوت میگن و تو ایران میگفتیم پیلوت، اونو خاموش میکنن، حالا یا به دلیل اینکه گاز مصرف نشه، خب همینجور یه شعله کمی داره میسوز، بعد زمستون دوباره روشن میکنه. من یادم میاد سالها پیش که این هنرستان قدیمی ما، هنرستان محمد رضا شاه که بعد شد هنرستان طالقانی، اینو دوره به اصطلاح آلمانیا ساخته بودن، نمیدونم چه زمانی، در اصل قدیمی بود. بعد آمدن برای اون موقع بخاری بچه ها میذاشتن، بخاری های علادین، مثلا یه اتاق که بزرگ بود دو تا میذاشتن، یه کلاس کوچیک‌تر بود یکی میذاشتن و همه هم دعوا میکردن که یا نزدیک بخاری بشینن یا بخاری رو میکشیدن میبردن این ورور. معلمام که میمدن اولین کاری که میکردن بخاری رو میبردن بغل اون میز خودشون که اونجا مینشستن. بچه های تخص هم این دسته بخاری رو اینجوری بالا نگه میداشتن که معلم که میاد اینو برمیداره بیچاره همونجا کباب بشه. خدا وکیلی من این کارو هیچ وقت نکردم، ولی دیدم که بچه ها دوستام این کارو کرده. خب بعد دیگه شد شوفاژ. این کلمه شوفاژ رو باز من نمیدونم از کدوم کشور گرفتیم، هیچ عیبی هم نداره، همین که من به شما میگم شوفاژ
شما میفهمید شوفاژ یک سیستم حرارتی مرکزی بود، یک دیگی رو یک جایی رو به عنوان انباری انتخاب میکردن، این دیگ آب جوش رو روشن میکردن، با لوله میومد توی این رادیاتور یا توی این دستگاه ها میچرخید، دور میزد میرفت. این همین از چرخشش وقتی این میومد اینجا آبا گرم بود، این فضای کلاس رو یا اتاق رو گرم میکرد، وقتی سرد میشد آب دوباره برمیگشت به اون دیگ و این تر تمام روز داشت این دور میزد. یه موتوری گذاشته بودن و حقیقتا فکر کنم یک سیستم مداربسته‌ای بود، همیشه که سیستم مداربسته برای تلویزیون نباید باشه، مداربسته بود برای آب گرم میومد فضا رو گرم میکرد، سرد میشد میرفت دوباره توی دیگ گرم میشد دور میزد میومد. من یادمه خب اولی که مدرسه شروع میشه توی ماه مه صبح سرد، زور گرمه، بعد از زور باز سرد میشه و اون ماه اول همچین احتیاجی مخصوصا تو شیراز به بخاری و اینها نیست، ولی ماه بعدش آبان که هوا سرد میشه خب دیگه روشن میکنن، اونم درجه داره مثل آب گرم کن که شما درجهش کم زیاد میکردین، اون شوفاژ هم همین بود، درجهشو کم و زیاد میکردن. یادمه که من و آقای بزرفکن قرار شد بریم این رو روشن کنیم و من اولین باری بود که با این سیستم شوفاژ کار میکردم و میدونستم که مثل همون آب گرم کنهای گازی شما باید یک گازی که باز میکنی یه دکمه رو فشار بدی، یک شمعکی گاز شروع میشه، کبریت رو میگیری، این که روشن شد همین جوری دستت رو میگیری تا اون شمعک ترموکوپل یا کلیدی که با حرارت کار میکنه اون رو اکتیو کنه و اون اجازه بده که گاز بیاد و شعله روشن بشه. این یه سیستم امنیتیه، خیلی امنیتی نه چی بهش بگیم، بالاخره خیلی جالب و خیلی پیش پا افتاده و ساده و خیلی هم خوب کار میکنه. اگه یادتون باشه اجاق گازایی تو ایران هم این ترموکوپ بغلش بود و اگر دریچه رو باز میکردیم باد میزد این خاموش میشد، گاز دیگه شما هرچی هم باز میکردین و به نظر من سیف همون چیز سیفی بود، امنیتی، حالا نمیدونم این کلمه سیفتی و امنیتی و اینا رو ما نمیدونیم چجوری اینجا استفاده کنیم. در هر صورت ما این سیستم ساده رو میدونستیم، ولی خب هی چند بار که میزنیم این مقدار گازی که شمعک اون شوفاژ بزرگ هنرستان محمد رضا شاه میداد بیرون و اون مقدار گازی که تو آب گرم کنه تو خونمون میده بیرون فرق میکنه. مقدار گاز تو خونه تا شما کبریت خاموش بشه میای دوباره کبریت بزنی اون گاز رفته، ولی این چون توی اتاق دربسته هم بود هی گاز جمع شده بود تو اون منبع، خلاصه چشمتون روز بعد نبینه کبریت آخری که زدیم این گاز گفت شعله ور شد، منفجر شد و من و آقای بزرفکن، غلامرضا بزرفکن، پرت شدیم به اون عقب. بعد اول که نفهمیدیم خب چی شد، ولی دوتامون وقتی که به اصطلاح متوجه شدیم و به خودمون اومدیم، اولین کاری که کردیم نگاه همدیگه میکردیم میخندیدیم، چون من دیدم اون ابرو نداره ازش میخندیدم، اونم نگاه من میکرد دید منم ابرو ندارم اونم از من میخندید و خلاصه بعد این ماجرای جالبی شد. خیلی ممنون، پسر عموی من هم آمد بهش خوش آمد میگم، نمیدونم این پسر عموی من هم هنرستانیه، نمیدونم شنید این ماجرای ابرو برداشتن مجانی ما رو یا نه. در صورت میبینید که حالا میارن پول میدن وکس میکشن و فلان اینها. خلاصه چرا همه این ماجرا رو میگم، اگه شما جایی هستید که به هر دلیلی باد زده، گاز اون ترموکوپ خاموش شده، خودتون خاموش کردید الان روشن نمیشه، گاهی وقت این سرویس های بخاری و ایرکاندیشن و اینها یه حراجای مخصوصی میذارن، کار درستی هم هست، مثلا حراج میکنه میگه ما میایم نگاه میکنیم براتون روشن میکنیم، به جای مثلا 100 دلار 150 دلار 30 دلار 40 دلار برای اونم میصرفه. چرا؟ یه کارگر استادهشو میفرسته 10 تا 15 تا خونه رو نگاه میکنه 300 دلار 450 دلار 100 دلار میده و این باقیش میره سراغ اون صاحب بیزینس. در صورت من فکر میکنم برای که ابروتون برداشته نشه مجانی،
حالا خدا نکرده ممکنه صورت آدم به سوز و اینا، این 30-40 دلار رو بدید به یه سرویسی اونا بیان انجام بدن. بعد معمولا اینا حقیقتا از شما کم میگیرن که بیان بعد بهتون نشون بده، بگه نگاه کن این شعله اون قسمتی که چیز میشه زنگ زده میپوسه، گرما بی خود داره هدر میره، یا فیلترتون کثیفه، اینقدر با پول فیلتر بدی اینها. در هر صورت خرج کنید که از جونتون خرج نکنید، حالا یا به بهای ابروتون یا به بهای سوختن و اینها. و این هم خاطره بود که من دیروز یادم افتاد وقتی که ماجرای این بخاری روشن کردن و اینها بود. و ما خودمون از این فایر پلیس حقیقتش چه موقعی که با چوب میسوزوندن، هی باید خاکستر جمع کنی و بوگند و دود میاد داخل و هرچی هم مواظب باشی خاکستر میریزه و اینها، خوشم نمیمد. حالا که گازی شده، این گازی ها هیچ کمکی نمیکنه، فقط قشنگه و حقیقتا حرارت خونه رو هم میبره بیرون، چون مستقیم بازه، نه دریچه ای، نه سیفتی، نه چیزی. البته یه سری هم ساختن که بله، میگه که سلام، خسته نباشی، یک نگاه به صفحه فیسبوک بکن، خانم ابتکار با یک مرد آلمانی دست میده، مرگ خوبه برای همسایه. چشم، نگاه میکنم و نشونم میدم. حالا اینا دست میدن که تازه این بیرونه، حالا بعدی که میرن هتل و شب میمونن و اینها، اونجا دیگه چه چیزایی میدن و چه چیزایی میگیرن اون بمانه. خب میگه که موفق باشی، خیلی خوب شده که برنامه ها رو در فیسبوک میگذاری، راحت تر دیده میشوند، تشکر و خسته نباشی. این آقای مهدی ذوالفقاری گفته، بهتون گفتم اولین کسی رو که من تو تلویزیون ایرانی باهاش آشنا شدم این آقای مهدی ذوالفقاری بود که بعد سالها با خودش آشنا شدم. اول با برنامه هاش آشنا شدم و دیدم یک خلوص، این مخلصی، کلمه مخلص کلمه بدی نیست، مخلصه تام یعنی اون سینسیر، یک خالصانه صحبت میکرد، صادقانه صحبت میکرد و من مجذوب ایشون شدم. سالهای سالم هست که بعد دیگه افتخار آشنایی و دوستی با ایشون دارم و یکی از مردان نیک روزگاره. توی این تلویزیون ها آدمای نیک پیدا کردن کار حضرت فیله، ولی ایشون تصادفاً توی تلویزیون و رادیو بوده، حالا یک نشریه الکترونیکی رو به اصطلاح با اسم اخبار روزانه منتشر میکنن که کار جالبی هست. خب خیلی ممنون. بذارید ببینیم فیسبوک کجا این عکس خانم ابتکار، ابتکار هم وزیر بهداشت و این هاست، نه؟ بذارید ببینم کجا گذاشتید این عکس رو. اول از هر چیز من این برنامه خودم رو شیر کنم با به اصطلاح صفحه سوربی، چون برای دوستان نوشتم که بله on your own، بله اینجا می نویسیم سوربی با مردم، بعضی ها میگن سوربی با مردم. خب این قدیما خوب بود که همه زنگ می زدن، تلفن می زدن اینها، ولی حالا که شما تلفن قبول نمی کنید، پس سوربی مردمش کجاست؟ مردم نمی خوان از حق خودشون استفاده کنن، اون به من مربوط نیست. مردم میتونن ایمیل بفرستن، میتونن تلفن بزنن، پیام بذارن، مردم میتونن برنامه بگیرن تو تلویزیون، برنامه خودشون داشته باشن، مثل آقای یزدان خداوندلو، مثل آقای سهراب چمنارا، مثل آقای آریانپور، مثل دوستان دیگه کانون آوا و الی آخر. در رابطه با آقای یزدان خداوندلو صحبت کردم، اجازه بدید ایمیلی رو که آقای آریانپور وقتی که برنامه ایشون رو دیدن برای من فرستادن به اصطلاح بخونم براتون قسمتش رو، ولی چون بیشتر مربوط به آقای خداوندلو هست، من برای آقای خداوندلو فوروارد کردم و خیلی ها با آقای آریانپور هم عقیده بودن که این چیزایی که آقای خداوندلو گفته جز دریم و آرزو چیز دیگری بیش نیست. ولی یادمون باشه همه چیزهایی که ما امروز داریم ازش استفاده میکنیم دریم و آرزوه. مثلا همین خودکار، خودنویس، شما ببینید از بس هی این پر مرغ و شتر مرغ رو زدن تو جوهر رو نوشتن، یکی به فکر افتاد که چی میشد که اگر هی من نمیخواست این پر رو بزنم توی جوهر، این جوهره اینجا نبود بریزه روی همه چیمون، حالا شده جوهر،
پر مرغ هم نیست، اینجوری خیلی هم قشنگ ماها سالها و هزارتا اینا کار میکنه، ردیف می نیست. پس اینا همش از آرزو شروع شده. در هر صورت آقای آریانپور نوشتن که برنامه آقای یزدان خداوندلو را امروز تماشا کردم. به نظر من ایشان یک انسان دلسوز و علاقمند به کشورمان هستند که مایلند در رفع مشکلات کشورمان قدم‌های مثبتی بردارند. در این مورد من به ایشان احترام گذارده و موفقیتشان را آرزو می‌کنم. و اما در مورد پیشنهاد ایشان در مورد مسطح کردن تپه‌ها و ایجاد شیار، این کار را در خیلی از کشورها که دارای محدودیت‌های زمین کشاورزی هستند انجام دادن تا بتوانند محصولات کشاورزی بیشتری را در آن شیارها تولید کنند، ولی اغلب این سرزمین ها از میزان بارندگی قابل توجهی برخوردارند و اکثرا محصولات کشاورزی در طول رشد و محصول دهی از بارانهای پی در پی آبیاری می شوند. اگر باران نبارد محصولات کاشته شده سریعا خشک می شوند. ایشان در مورد آب دادن این شیارها اشاره ای نکردند. شاید منظور ایشان در مناطقی چون اطراف دریای مازندران است که میزان بارش در هر سال بالغ بر 200 سانتی متر است و مشکل کم آبی وجود ندارد. خیلی ها 200 سانتی متر یعنی 2 متر اونجا آب میاد، بارون میاد. فراموش نباید کرد که در مناطق کبیری ایران که سطح آن بالغ بر 1/10 سرزمین ایران است، میانگین ریزش باران در سال از 5 سانتی متر هم کمتر است. با این مقدار باران کدام گیاه قادر است رشد کرده و محصولی بدهد؟ مطلب بعدی جمع‌آوری جوانان دختر و پسر و آنها را با هلیکوپتر به بالای کوه‌ها و تپه‌ها بردن جهت درست کردن گلوله برفی و روانه کردنش به داخل دره. خب این جوانان نیز به تجهیزات فراوان، تأمین خورد و خوراک، محل مناسب برای خوابیدن، دستشویی، بهداشت، توالت و غیره دارند. با روانه کردن تعداد کمی گلوله برفی که مشکل آب ایران حل نخواهد شد، باید میلیون ها گلوله برفی روانه دره ها گردد. در سرمای زمستان این جوانان را در هنگام استراحت و خواب چگونه محافظت خواهید نمود؟ تنها با همان یک هلیکوپتر؟ در مورد نمک دریاچه رضایه و جمع‌آوری یا ریختنش در گودال‌های بزرگ و پوشاندنش از خاک مناسب کشاورزی، آیا پس از ریزش باران و آبیاری گیاهی که در آن محل کاشته می‌شود، به مرور آب به روی نمک‌ها نفوذ نکرده و آب شور را به زیر زمین روانه نمی کند و این آب شور با آب شیرین زیر زمینی مخلوط نمی شود و آن را نیز به تدریج شور نمی کند؟ مطلب خیلی جامع و بزرگ طولانی است و اگر مایل باشه آقای یزدان خداوند رو خودش در این مورد چهارشنبه آینده صحبت کنه. و اما در رابطه با آقای کمال سربی عزیز، اگر امکان داره اون لینک اون عکس و فیسبوک که میگید بذارید همین زیر اینجایی که ما برنامه زنده داریم روی کامنت کلیک کنید، بذارید تا ما بتونیم روی اون کلیک کنیم و این خانم فلانی رو که داره دست میده نشون بدیم. و اینا هم دیگه بعض وقتا گیر میفتن. مگه یادتون نیست اون ما احمدی نژاد چگونه زن شاوز رو بغل کرده بود و زار زار با هم گریه میکردن، ولش هم نمیکرد. و اما من روز چهارشنبه به آقای یزدان خداوندلو گفتم ببینید شما هی میگید که این کار خوبیه، ولی نمیگید کی باید انجام بده، کدوم سازمانی قدرت داره جوونا رو از توی خیابونهای تهران، شیراز ورداره ببره بالای کوه تو سرما، جوونا رو از توی شهرهای بزرگ، سینما، موتورسیکلت، شبا دور دور، پیتزا ورداره ببره دریای نمک رضاییه وایستن تازه بیل بزنن. شما خودت هیچ وقت نصف روز بیل زدی که ببینی این بیل زدن کار همه کس نیست؟ در هر صورت بعد خود من اشاره کردم آقا اگر اول انقلاب دیدید که آخونده تونستن جوان ها رو بفرستن جبهه چیز جهاد سازندگی، اینا یک اینجا بگن مومنتوم فکر کنم همون شور و هیجان هست. تا
توی فیزیک هم میگیم اون چیز اولیه رو میگفتیم مومنتوم، یادم نیست در حقیقت. اینا اول اون رو به وجود آوردن. اتفاقا من توی یکی از این برنامه، توی یکی از این نامه ها، نامه آقای دکتر نصر احمدی رو میخونم که ایشون هم اعتراض کرده به حسین لاجوردی، میگم آقا من نه از حسین لاجوردی دل خوشی دارم، بارها حتی به خودش هم گفتم آقا شما مفتخورید، نه از آخوند اسماعیل نوریعلی گور پدرشون، ولی اینا چهار نفر رو تونستن دور هم جمع کنن، برنامه میذارن، حالا میرن اون برای اون یکی خواهر اونو میخواد لاس بزنه، اون یکی میخواد شعر برای نمیدونم فلان بگیره، اینا بمانن، ولی چهار نفر تونستن جمع کنن. شما چه کار کرد یا من چه کار کرد؟ شما یه مدت رفتی دوربر آقا رضا، بعد فهمیدی آقا رضا مرد عمل نیست، ول کردی آمدی، تازه یه مش دشمن شاه اللهی هم برای خودت پیدا کردی، یعنی شما الان تو منفی قرار گرفتی. این آخر شبا که جوک میگن برای این نماینده های نامزدای انتخاباتی، میگن که مثلا فلانی 1% آورده و بعد میگه که این آمار 3-4% اونجا چی میگفتیم؟ تالرنس میگفتیم یا اشتباه ممکنه داشته باشه. بعد طرف میگه ای دادی بیداد، اگه 3% اشتباه داشته باشه این 2% هم بدهکار میشه. حالا این ماجرای دکتر نصر احمدی، خانم نزهت یحیی‌زاده، اون روز برای خانم نزهت یحیی‌زاده نوشتم، نوشتم خانم اینا بعد پول از آخوند میگیرن، پول از کشورهای دیگه میگیرن، شما که خوبید با اون دکتر نصرالله نمیدونم اصفهانی فلان اینها، خب چی کار کردید؟ اگه شما خوبان نمیتونید دور هم باشید، پس یه جایی بد هستید، یه اشکالی دارید. بمانم بذارید من بهتون نشون بدم. درسته که اینها سر قدرت هستن، میتونید شما بگید چون قدرت دارن از تمام وسایل رادیو تلویزیون و نشریات و اینها استفاده میکنن و اینجوری میشه که امام جمعه تهران گفته ورزشگاه آزادی را برای بازی تاسوعا سیاه‌پوش کنید. حالا مثل که تازه یه جایی هم اشکال گرفتن که بازی ایران و کره جنوبی با روزهای عزاداری در محرم انتقادهای زیادی به دنبال داشته است. میگه که حواشی مربوط به دیدار ایران و کره جنوبی در مسابقات انتخاباتی جام جهانی 2018 روسیه ادامه دارد و این بار امام جمعه تهران خواهان سیاه پوش شدن در و دیوار ورزشگاه آزادی و فریاد یا حسین به جای کف زدن شده است. بازی تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در چارچوب مسابقات مقدماتی قرار است روز 20 مهر، امروز گفتم چندمه، امروز 16 روز 20 مهر عصر روز تاسوعا و شب عاشورا در ورزشگاه آزادی تهران برگزار شود. محمد علی موحدی کرمانی امروز 16 مهر 17 اکتبر همین امروز در خطبه نماز جمعه تهران گفت اگر قرار است شب عاشورا مسابقات فوتبال انجام بگیرد، دقت کنید که فضای مسابقه باید 100% عاشورایی و کربلایی باشد. خب حالا خودتون تو چند سال گذشته دیدید که دخترای بسیار زیبا، لباسای خیلی قشنگ، آرایشای چنین چنان، قرآن و نمیدونم دعا و کتاب و اینا بر میدارن، میرن کتابه رو باز میکنه، وسط کتابم تلفنش رو باز میکنه، از اونجا با دوست پسرش یا دوست دخترش داره تماس میگیره. و اینا ببینید الان این دختر خانم جوونه، ولی ببینید یا حسین ابن علی و نمیدونم از این کتابا و دستکش و اینها پوشونده و نوشته تجمع انصار حزب الله پس از نماز جمعه تحت عنوان آمران به معروف و ناهیان از منکر در اعتراض به برگزاری مسابقه فوتبال ایران و کره جنوبی. برای بعضی ها که فکر میکنن شرایط ایران عوض شده، الان خیلی فلان شده، ببینید که اونا دارن با زمان جلو میرن. حالا شما اگه میگید این خانم پول دادن، حقوق دادن، خب شما باید یه حقوق بیشتری بهش بدی که بتونی اینو از اون جایگاهی که داره، از اون مقامی که داره بیاری و برای شما کار کنی. شما چه قولی بهش میدی؟ تنها قولی که من از تلویزیون ها شنیدم، خوشحالم آقای سفرم آمد اینجا، سفر یه روز بیا راجع به ایران و فعالیت هایی که میکنی صحبت کن، در هر صورت
شما تنها قول و وعده و وعیدی که به این جوونا میدید چیه؟ اینه که بذارید ما بیام ایران اعدامتون میکنیم، تازه همون موقع هم نمیذاریم برید خاک بشین، چون ما مسلمان هم نیستیم که بگیم باید شب اول این خاک بشه، آویزونت میکنیم به درختای خیابون پهلوی. برنامه تلویزیون ایران آریایی ببینید، این دیوانه خونه، واقعا این دیوانه خونه از این خانم نمیدونم زینا تهرانی، بابا حقت بود که این معتاد، این آقای شاعر معتاد مسعود امینی بیاد پولاتو بالا بکشه و وایستی آرایش کنی با نمیدونم $10 مو قیچی کنی، حالا بری پولاتو بدی تلویزیون آریایی، بعد بشینی حرفای مزخرفی بزنی که شرایطو تازه خرابتر میکنه. آقا خانم، اینا اگه اومدن، این آخوندا به مردم وعده خونه مجانی دادن، وعده اتوبوس مجانی دادن، شما چی؟ اینجوری بود که مردم رفتن دنبالشون. نه، تازه اینا کی بودن؟ 57 سال دو تا پادشاه پهلوی حکومت کرده، شما هم که میگیم ما دیگه ایرانی ها شده بودیم اصلا از اروپا جلوتر، اینا تونستن با این قدرتی که دارن، یا قدرت کلامه یا قدرت اجرای برنامه، برنامه که به هدفشون برسن. شما برنامه تون چیه؟ آقای نصر احمدی، شما 8 سال رفتی، بله دوستان خودت آمدن مسمومت کردن، سم بهت دادن، میخواستن بکشنت، برای که حالا دیگه گفتی آقای رضا پهلوی این فایده نداره، این رضا پلویه، هر جا پلو باشه میره اونجا. خب بعد جان سالم به در بردی، 8 سال رفتی کنار، نشستی یک کتاب قانون اساسی که ما هم اینجا داریم روی اینترنت هم گذاشتی. خب این کتاب قانون اساسی که یک کاغذی بیش نیست، مگه خود من و شما نمیگیم آقا انگلستان قانون اساسی نداره؟ برای چی؟ برای که مجلسش زنده است، روز به روز برای اون روز، برای اون سال قانون میذاره. درست میگم؟ انگلستان قانون اساسی نداره. حالا شما 10 تا قانون اساسی دارید، یکیشو که به خود من یه نفر داد گفت برو اصلا حزب ملت، گفتم خانم ولم کن، حالا دیگه حزب چی واسه؟ یکیش دست من، یکیش آقای چمنارا داره، یکیش آقای نصر احمدی داره، اگه اشتباه نکنم آقای آریانپور و دوستانشون هم یه جایی قانون اساسی یا یه اساسنامه دارن. در صورت اینا همه خوبه، ولی چه فایده ای؟ اینم مثل قرآنیه که بذاری بالای تاخچه بگی دست بهش نزن، این آیه ها عوض نمیشه، فلان اینها هیچ جاش هم ننوشته. اوکی، حالا من که رسیدم به صفحه 20 باید چیکار کنم؟ وقتی رسیدم به صفحه 30 باید چیکار کنم؟ صفحه 90 که رسیدم آخرین صفحه رو باید چیکار کنم؟ هیچ جایی حرف از چه باید کرد نیست. اینم از این ماجرا. بله، عکسای ایران رو اگه بتونم بهتون نشون بدم که ماه محرم که آمده، ببینید نفوذ این، حالا بعضی ها میگن که ببینید ایرانی ها چجوری میتونن از هر چیزی استفاده کنن و خودشون رو به اصطلاح آخونده رو مسخره کنن و فلان. آخوندم اینو میبینه میگه به ببین من این جوون رو هم ببین، رفته موهاشو تراشیده، خدا میدونه چند پول خرج کرده، همینجور گفتم ابرو رو برداشته، تمام اینجا رو مثل سیاه‌پوستا ببینید، بذارید بازی یه بار نگاهتون نشون. بعد چیکار کرده؟ گفته بنویس یا حسین. حالا شما با این جوونه که این بعد از انقلاب دنیا آمده، پرچم کشورشو میگیره دستش، شما فوشش میده، به بهانه عاشورا و تاسوعا میاد تو خیابون، شما فوشش میده، یه مقدار یه جای انتخابات آزادی هست میاد بیرون، شما فوشش میدی، هیچ قولی هم بهش نمیدی، هیچ چیزی هم بهش نمیدی، چجوری میخوای بیان اینا طرفه؟ اینم یه احمقی نمیدونم چی نوشته، خودتون نگاه کنید ببینید. بفهم فلان ده یزید یه هم چیزی. خب اینم که میکده کاشان از بلغارستان فقط جهت به مصارف اقلیت‌های مذهبی. خب ببین این اگر اینا احمق نباشن آخوندا، اینجوری مردم تشویق میشن برن به دینای دیگه به پیوندن برای که بتونن عرق بخورن. بله ببینید اینم ماشینای لوکس، نمیدونم پورشه اون نیسان بی ام دبلیو چیه، نگاه کن یا حسین روش نوشتن، این یکی هم نمیدونم یه چیزی نوشته که من نمیتونم بخونم. خب شما میخواین با اینا چه کار کنید؟ برنامه‌تون چیه؟ آها دوستان عزیز، این خوب شد که دعوتنامه
برنامه امروز اندی و شینی امشب در تایسنز کورنر برنامه دارن و اگر کسی مایل هست بره تماس بگیره، نمیدونم بلیت باشه یا نباشه، نوشتن تیکت دونیشن $100 per person includes gourmet food, special signature cocktail and premier entertainment. حالا کاکتیل که باید کنم دیگه خودتون پول بدید. در صورت همون $100 والا شام و موزیک و اینها میارزه. حالا اگه مشروبتون هم ندن به جای خود. ببینیم دیگه براتون چی گذاشتیم. آها اینم به اطلاع دوستان برسونم، این شماره رو الان یادداشت کنید، تو تلفناتون بذارید، وقتی که دارید رانندگی میکنید، جایی میرید که نمیخواید تلویزیون نگاه کنید یا دیتا مصرف بشه، دیتا رو نمیدونم تو ایران چی میگن. این شماره تلفن دو تا، یکی مال آمریکا هست که با سفید توی خط سیاه نوشته شده، یکی هم مال انگلستانه که با قرمز نوشته شده باشه. تلفن آمریکا هست ایریا کد 515-605-9531 و تلفن یوکی انگلستان هم هست 033-201-098-88. این رو هم خوب همینجا نگه دارید. آن این رو دفعه نشون دادم راجع به نه دیگه ما اینو گذاشتیم که دو نات دیستر، من نمیدونم چجوری این تلفن زنگ میزنه. بله این رو نشون دادم که توی آمریکا چجور آزاد هست که اسلحه داشته باشی. نه همه جاهاش، مثلا تو واشنگتن شما نمیتونی اسلحه داشته باشی، توی ویرجینیا میتونی اسلحه داشته باشی به شرطی که مردم ببیننش، بهش میگن open carry، یعنی مردم باید ببینن که تو اسلحه داشته باشی. براتونم توضیح دادم زمان فیلم وسترن هم نگاه کنی میبستن و همیشه روی کوتشون میبستن و اگر حتی کوتشون روش بود کوتو میزدن عقب که ببینی شما اسلحه. بعد اگر هم تفنگ بود که تفنگ رو بغل اسبشون میذاشتن که ببینی. حالا دیگه اسب نیست، اینجوری میذارن توی پیکاپ تراک یا همین وانتاشون. این عکس رو هم اون روز نشون دادم که خلقیات ما ایرانی ها، کتاب آقای محمد علی جمالزاده حقیقت تلخی رو بیان میکنه و اون حقیقت تلخ اینه که به شما نشون میده، یعنی شمایی که مثل من اینجوری هستی پیر و نه دیگه موی مونده و تنبونتون داره از فلانجا میفته، زیرپیرنیتون مال 1000 سال پیشه، ولی تو آینه که نگاه میکنید خودتون رو کوروش هخامنشی میبینید و نمیدونم داریوش میبینید و الی آخر. و اینم یه مشکلیه که ما الان باهاش روبرو هستیم. و اما دوستانی که هی میگن نه رضا شاه، مثلا الان که ما محرمه، چون هم رضا شاه گویا چندین بار پیاده رفته بوده مشهد، بعد گل به سر میکرده ایام ما محرم و اینها، آقای شاه هم که دیگه قشنگ توی مسجد سپهسالار یا شاه میمده سینه میزده و اینها، حتی وزیر وزراش هم مجبور میکرده که اونها هم بیان سینه بزنن. ولی ببینید میگه آفتاب آمد دلیل آفتاب، باز یه چیزی داریم میگه که یک عکس گویاتر از 1000 کلمه است. ببینید دوستان، تلویزیون دولتی ایران رو زمان شاه گذاشته برای چی؟ مسائل فقهی. شرکت کنندگان آقای سید محسن بهبهانی، حتما اینم شهشهانی بوده، غلام حسین دانشی، اون پایینم که میبینید عکس بذار براتون تیک تیک نشون بدم که اگه میخواین بعد اینو یه جای خودتون استفاده کنید اینها بدونید. بله اصلا نمیدونم چیه این هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، نوشته که مجری مرداد وحدتی، این بنده خدا با کت و شلوار و کراوات خب بالاخره حقوق میگرفت. نشوندنش این وسط مصاحبه کن، آگاهی از تعالیم عالیه اسلام، مسائل مورد نزاد، نیاز جامعه اسلامی و آشنایی با فرهنگ قرآن از وظایف هر فرد مسلمان است. یادتون باشه که زمان شاه هم گفت چیز؟ گفت دین رسمی مملکت ما شیعه هست. بفرمایید وقتی مملکت دین رسمی داره، وقتی پادشاهش نمیتونه پادشاه بشه مگر اینکه 4 تا 5 تا آخوند به اصطلاح حکم اون رو امضا کنن، اما شما هی میگید شاه خیلی میخواست یواش یواش از دست اینا راحت بشه. آقا خجالت بکشید، خانم خجالت بکشید، کدوم یواش یواش؟ خب این عکس رو دوستمون مجتبی فرستاده که نمیدونم الان ایرانه یا کانادا، ولی خیلی ممنون
من رو برد شیراز. البته هنوز 86 سالم نیست و اگه 86 سالم بود که همون روز اول هم نمیرفتم تو خیابون چهارراه زد که یادم باشه. ولی این عکس نشون داده که سال 1928 و سال 2014، 28 بگو 72 تا، 72 تا اینجا هم 14 تا 86 سال، درست گفتم اما اول ببینید اون موقع که خیابون زند رو داشتن درست میکردن و معلوم اینجا هم این تپای شن و سنگ و لاغ و اینا که بعد حالا یا آسفالت کنن یا هرچی، ببینید مردم همینجوری برای خودشون تو خیابون دارن میرن. حالا جالب اینه الانم که اومدن بین حتی بین روی خطا ببینید این مانع رو گذاشتن که ماشینا دور نزنن اینها، باز نگاه کنید مردم همینجوری دارن میرن. برای مشتبه نوشتن و خط عابر پیاده اینجاست، ولی رو خط عابر پیاده یا هیچ کس نیست یا این دو نفر، به نظر من از لحاظ پرسپکتیو این دو نفر و الا این آقا، این آقا، این خانم، اینا اصلا کاری به خط عابر پیاده ندارن و نشون میده 86 سال حداقل تو شیراز هیچ چیزی عوض نشد. دوستانی که دیدم بعض وقتا مثلا موسیقی داریم بعد کنسرت همه میان با یه لباسایی انگار که مثلا با تنبون یا با پیژامه و لباس خواب اومدن، بعد میخوان همشون هم یه شکل باشن و اصلا آقای کاووسی خیلی قشنگ میگه، میگه آخه چرا فقط کنسرت شما میخوای بزنی آقای هنرمند این لباس رو باید بپوشی، الا که میخوای راحت باشی دارو به ساعت دارو میخوای بشینی اون زیر هر جوری میخواد باشه بمانه. اگر خیلی شما هی پیله کنید که بله باید به لباسهای رسمی برگردیم، اون وقت این اتفاق میفته. ببینید این آقا خب قشنگ خواسته توی این مراسم قومی ایشون با لباس رسمی با لباس بومیش آمده، ببینید این داماد و اینم عروس و اینم خانواده اینها، ولی این آقا رو نگاه کنید، این آقا با لباس میدونید که یه جای آفریقا هست فکر کنم یا نزدیکای آمازون هست اینا اینجوری میپوشن، ولی جالبه این برای این یکی پیرهن پوشیده نوشته جیب، تازه لباساشون هم لباسای استتار مال ارتش و آمریکا و این هاست. خب این هم از این اجازه نیست من ببینم اینو میتونم پیداش کنم. آره پیداش. خب بله. و اما تقسیم ثروت در ایران اینو قبلا هم نشون دادم ولی جا داره که بازم نشون بدیم، تا ما که برنامه نداریم مگر خود مردم به فکر بیفتن یه کاری انجام بده. نگاه کنید گاو بیچاره از لاغری، ولی اونجا یه صرف گذاشتن زیر پسونش، از اونجا دارن شیر میگیرن برای سهم مسئولین، یه سطل هم گذاشتن پشتش، اینم سهم مردم، اینم یا حسین که نشون دادیم عکسای امروز. بسه. خب من امروز وقتی که آقای افشارها گفتن که 3 تا 4 نمیتونن باشن و از هفته آینده میان، گفتم خب خوبه دیگه، منم یه ساعت برنامه اجرا میکنم و بعد میرم دنبال کار زندگی، شما دوستان رو هم کمتر اذیت میکنیم. حالا تا هر زمانی که این چیزایی که دارم طول بکشه براتون به اصطلاح میذارم. اما من امروز گفتم که میخوام راجع به یک کارمندی بگم و ماجرای بچه دار شدن و اینها. بعد دیروزم با یه نفر که صحبت میکردم گفتم که یک خانم جوانی هست، ما میخوایم اگه بشه کمک کنیم با دوستان که ایشون حامله بشه. اون دوستم شروع کرد خندیدن، گفت حالا دیگه ما باید بریم نمیدونم حامله. گفتم نه بابا شاید من درست نگفتم، منظورم اینه که این بنده خدا چون مریضه، سرطان رحم داره، دکترها بهش گفتن شما 2 سال وقت داری که بچه دار بشی، بچه هم که دنیا اومد باید رحمت رو در بیاری. ماجرا به این صورته، من چون تو این بانکی که میرم، من هر جا میرم های هو چطوری فلان اینها معروف. چندین سال پیش داداشای من دوتاشون گفتن ما که زودتر از تو، یکی 10 سال زودتر از من، یکی 5 سال زودتر از من اینجا بوده، گفتن دوتامون رو هم دیگه قد تو دوست نداریم. یعنی قبل از تلویزیون بودا، نه دوستای تلویزیون، دوستای تلویزیون خیلی نمیشه بهشون اطمینان کرد، یه دفعه سر یه کلمه دشمنت میشن، ولی دوست آمریکایی این ور اون ور. گفتم برای که شما یه کمی چی هستین، چی به شرم میگفتن
یکی بهیا هست، محظور بهیا روز دوستون نمیشرا، ولی من تعارف ندارم، من اصلا اومدم آمریکا که آزاد باشم، میرم یه جایی سلام علیکم اونجوری صحبت بکنم اینها. خلاصه ما وقتی که نوه گیرمون اومد به این خانم جوان اسپانیشه ولی شوهرش آمریکایی، خودش هم دیگه آمریکایی تقریبا، صحبت کردیم گفتیم که بله نوه گیرمون اومده و اینها و چجوری میشوسن حساب باز کنیم برای اینکه بخواد دانشگاه بره اینها، و خانمه گفت که اینجوری و یه مش راهنمایی کرد و گذشت و رفت. بعد این همینجوری یادش بود و برای من جالبه، من چهارشنبه صبح رفتم بانک که همون طبق معمول بیل و کلنگ پرداخت کنیم. اول پرسیدم گفتم چی شد این بانکی که اینجا جدید و ساختمون جدید دارید میبندید؟ گفت آره اینجا خیلی مشتری ندارن دارن میبندن. گفتم پس شما کارت از دست میدی؟ گفت نه من چون سابقم زیاده منو نگه داشتن، منو اون آقایی که اونجا هست نگه داشتن، باقی رو از همه الان فرستادن بیرون و دلم سوخت حقیقتا برای اونایی که اخراج شدن. دیدم خود اینم یه کمی نگرانه. بعد گفت احوال پرسید خب حالا نوت چطور اینا؟ گفتیم نوتمونم خوبه ماشاءالله، ما رو سرگرم کرده و اینها، هم برای ما یه اسباب بازی جدید شده هم ما خبر نداریم، ما شدیم اسباب بازی اون. در هر صورت بعد بیچاره دیدم یه کمی مثل عشق تو چشمش جمع شده. آها من از پرسیدم شما چی؟ چون میدونستم ازدواج کرده، برام تعریف کرده بود که پدرش جدا شده از مادرش، اینجا زن گرفته اینا و اینم ازدواج کرده و اینقدرم خرج عروسیش کرده و اینها، چند مدت پیش به من گفته بود. گفتم شما چی خبری هست و اینها؟ بیچاره یه دفعه دیدم منقلب شد و گفت که من شرایطم خیلی بده. و بعدم از خودم یکم خجالت کشیدم ولی خوشحال شدم که اینا اینقدر اوپن باز، حتی با منی که غریبه هستم ولی وقتی احساس دوستی میکنن به اصطلاح چون میگن دریچه دلشون رو باز میکنن، قصه قصه هاشون رو به من و شما میگن. خلاصه گفت که ماجرا اینجوری و اینها. گفتم آره، میگن که این خانم ها این روزا اگر حامل نمیشن به خاطر استرس فشار زندگی، مخصوصا اونایی که کار میکنن، کار خونه، کار بیرون فلان، نه بعد میدونید که خانم ها بیرون کار سختری رو باید انجام بدن اگه بخوان حقوق مساوی با آقایون داشته باشن، چون تو همین آمریکا که امروز اینقدر میگه برابری زن و مرد، هنوز که هنوزه تا چند سال پیش در ازای کار مساوی مرد میگرفت $1، زن میگرفت 79 سنت. الان افتخار میکنن که این 1 سنت رفته بالا شده 80 سنت، هنوز 20 سنت، یعنی این میگیره $5 میگیره $4. خب بعد ببینید آخر سال چه تأثیری رو زندگی میذاره. در اصل گفتم ها میگن استرس و اینها، گفت بله دکترم به من گفته اینجوری و شرایط نمیدونم سرطان و اینها هم دارم، و ولی برای اینکه استرس نداشته باشم باید یه مدتی کار نکنم، یه ماه دو ماه کار نکنم، و ما چجوری میتونیم؟ من همونجا از ماشین که از اونجا که اومدم همینجوری فکر کردم که چی میشه آدم مثلا یکی $2000 $5000 $10000 کمک کنه، بگه خانم شما برو اصلا 3 ماه امیدوارم که به اصطلاح یه چیزی بشه. حالا گفتم به شما بگم اگه کسی میخواد، حالا من نمیدونم ایمیلش هم به شما بدم مثلا تماس بگیرید، یا اگر میدونید ممکنه اون چیز کنه با من تماس بگیرید من بگم یه مبلغی، چون بهتون گفتم یکی از افتخارات این تلویزیون مردم اینه که ما با افتخار میگیم مثلا یه توالت توی یزد ساختیم برای یه فردی، یه بچه پسری که فلج بود و براش یه وسیله درست کردیم، یه پولی مثلا، نه منا دوستان شماها، مثلا خانم ماندانا، اشتباهی دوباره نگم مونا، خانم ماندانا این کار کرد با دوستانشون. ما افتخارمون اینه که من بگم یه پسر جوانی رو که الان هم اومده ترکیه، امیدوارم هر جای دیگه هم بخواد بره وسیلش بشه و بره، این یک مشکل پادوش استخون درد و اینا که اگه جراحی نمیکرد ممکن مثلا تا آخر عمرش پاش کج بمونه، نمیدونم اصلا من نمیپرسم، چون این چیزای خصوصی هر کسی است، اگه خودش بخواد بگه آزاده بگه، اگه نه نباید بپرسی. بعد افتخار من اینه که باعث شدم همین آقای حسن ارشاد از ایران تماس گرفت با گنبد کاووس، اون بابا گنبد کاووس، درمونگاه بیمارستانی براش پیدا کرد، اون رفت جراحی کرد، بعدش هم اون از ما تشکر کرد، ما از آقای حسن ارشاد تشکر کردیم و
ایشون اصلا اون موقع نگفت که بگو یا نگو، حتی گفت نگو و یه چیزی اینجوری بود. در صورت حالا اگر کسی واقعا میخواد، بعضی وقتا میگم ماها فکر میکنیم که خب هی پول جمع کنیم بذاریم برای بچه‌هامون، اینا بالاخره مثل بچه خود آدم میمونه. اگر آدم بتونه یه کمکی انجام بده، نمیدونم، اصلا نمیدونم که اگر آدم بره بگه خانم این 2000 دلار 5000 دلار بگی برو یه ماه 2 هفته مرخصی، شاید حامل بشی، شما مسئول حامل کردنش هستید یا نیستید. در اصل دیروز هم یه بحثی بود خندیدیم. اینم از این ماجرا. و کانون دوستداران فرهنگ ایران هم الان فکر کنم 30 سالی هست که برنامه میذاره. این هفتم دوشنبه، البته دوشنبه توی آمریکا تعطیل کولومبوس دیه. این ماجرا کولومبوس هم خیلی جالبه. اگه اشتباه نکنم کولومبوس بود اومد اینجا، فکر کرد اومده هندوستان. کی اومد اینجا؟ 1492. الان بگو تا 2000 بگو 1500، 500 خورده سال پیش. بعد کریستوف کولومب نه کریستوف کولومب میگم نه امریکن وسپوچی اون اومد، که بعضی‌ها میگن امریکن وسپوچی چون ایتالیایی بوده، به همین خاطر اسم اینجا رو گذاشت امریکا. اون بود که فهمید بابا این هندوستان. درست میگم یا دارم تاریخ رو میریزم به هم؟ اگه کسی وارده اینو بگه. در هر صورت دوشنبه تعطیله، منم دوشنبه برنامه ندارم، سعی میکنم یه کمی به اصطلاح استراحت کنم، چون واقعا این چند هفته گذشته از لحاظ استراحت، از لحاظ خواب و اینها، میدونید بدن مثل بانک میمونه. شما اگر تو بانک پول نریزی ولی همش بری ازش برداری، خب یه روزی بانک صداد میزنه میگه آقا اینقدرم بدهکار شدی، الان میان خونت هم میگیریم. ما هم همینجوریم، اگر هی کار کنیم ولی استراحت نکنیم که بدنمون برگرده اون انرژی رو داشته باشه، بدهکار میشیم به بدنمون. بنده الان فکر میکنم بدهکارم. دوشنبه اینها برنامه دارن. آقای پرویز دستمالچی هم نویسنده و مترجم به عنوان مدیر بخش پناهندگان صلیب سرخ در برلین میاد اونجا صحبت میکنه. ایشون همون کسی هست که توی اون ماجرای کافه میکونوس بود، کافه میکونوس و کشته شدن چیز هم به اصطلاح اونجا بوده و جون سالم به در برده. دوسته بار من ازش دعوت کردم. اینا یه جورایی از ما میترسن و وقتی یه کسی میترسه این نشون میده که تلاش پاک نیست، حسابش پاک نیست. میگه اون کس که حساب پاک است از محاسبه چه پاک است، یا طلایی که پاکه چه منتش به خاک. اینا همش مثال. در هر صورت صدا از خودم، فیلم را خودم تهیه میفرستم، شما آن را سینکرونایز کنید. چشم باشه، این کار انجام میدیم. این دوستمون قرار شده که قبلا هم صداهای فرستاده بود، کارش درسته، کارش ردیفه و این کار رو انجام میدیم و خیلی خوشحاله. در هر صورت دوشنبه کولومبوس دی توی آمریکا تعطیلیه. تعطیلی آمریکا هم خنده داره. یه سری اینجا چیزای لوکال داریم، محلی داریم، به اصطلاح گاورمنت یعنی دولت محلی، دولت ایالتی، دولت اون یکی فدرال چی باید بگیم. خلاصه بعضی وقتا این کوچولوها تعطیله، اون یکی بازه. بعضی وقتا اون بازه، این تعطیله. بعضی وقتا همشون تعطیلن. یه روزایی هست که فقط همشون تعطیلن، مثلا مثل 4th of July، مثل اولین روز سال نو، مثل 25 دسامبر که روز تولد جیزز، اونم اشتباهه، اونم غلطه، اونم دروغه. در هر صورت نمیدونم، اگه بانک میخواییم بریم، مال ما مثلا بانک نمیشتون بسته، مدرسه ها بعضی هاشون بازن بعضی هاشون بسته، ما تلویزیون مردم مدرسه موش ها تعطیله. مدرسه موش ها یادتونه؟ مدرسه بعضی ها بهش میگن مدرسه، خنده دارم میشه. خب ببینیم، بله دوباره همین خانم نزهت یحیی‌زاده، به غیر از مزدوران سنی یا شیعه اساسا تمامی مزدوران خودفروش و ایران فروش یعنی تجزیه طلبان و مجاهدین خلق در خدمت اسرائیل و عربستان سعودی بمانند، شارلاتان حسین لاجوردی نیز هر روز گاف تازه می نمایند. خب که چی؟ شما هم نشستی این گاف بده اون گاف بده، شما چه برنامه ای دارید؟ هیچ. شما چند نفرید؟ 4 تا و نصفی. سنتون چقدره؟ همه بالای 80 90 منتظر
پرواز به چه میدونم آیدون. خب بذارید بخونیم ببینیم که از شما دعوت شده در برنامه شرکت کنید. برای آقای چمنارا فرستادم، ایشون پاسخ داد. برای آقای آریانپور هم فرستادیم، پاسخ دادن، خوندیم. حالا دیگه به قول آمریکایی‌ها توپ در زمین آقای یزدان خدابندلو هست و من فکر میکنم که هر کسی برنامه خودش رو اجرا کنه، بذار دیگران هم خواستن اونا هم برنامه خودشون رو داشته باشه. چون این که به من بگید اگه میشه از فلانی دعوت کنید، ها منو توی معذوریات میذارید که کار مشکلی هست. خب آقایی به نام دکتر روستازاد، روستا آزاد، ببخشید روستازادا مال شمال هستن، خدا رحمت کنه سرهنگ روستازاد و اینجا خانمش، هر دو فوت شدن همین توی یکی دو سال گذشته و هر دوشون هم تو همین قبرستان کنار پدر ما هستن. هر وقت من میرم یه سرم به اونا میزنم. آدم های بسیار خوب، شریف و از شمال ایران بودن. ولی این دکتر روستا آزاد نمیدونم از کدوم جنگلی فرار کرده. میگه بزرگترین آرزوی من نماز جماعت در یکی از کرات دیگر است. رئیس دانشگاه صنعتی شریف. خب یکی به این بگه آقا این همه نماز جماعت رو این کره زمین خوندید، این کره زمین رو به کجا کشوندید که حالا آرزود اینه که بری کره دیگه؟ یکی میگه من میخوام برم کرات دیگه که بگه ما اینجا رو آباد کردیم دیگه هیچ احتیاجی نداره، ولی من چون هنوز عمری برم باقی مونده میخوام برم اونجا رو آباد کنم. حالا اینجا میگه که مولیه گفته که یک ابله تحصیل کرده از یک ابله بی سواد ابله تر است. خب اینم جالبه. حالا نه که ما ادعا کنیم مجاهدین خلق سواد دارن، ولی من بارها گفتم این مجاهدین خلق که اینجوری هستن و مذهب رو میخوان با حکومت قاطی کنن از آخوندها خطرناکترن و میبینید که چه به روز خودشون آوردن و کجا رفتن. امروز جمعه است، بذارید یه کمی هم شوخی کنیم. ما اتفاقا به کمک این دوستمون میخواستیم که یه برنامه طنز و شوخی بذاریم ولی نشد. اولین ویدیویی که گذاشتیم یک کارت زرد بهمون دادن، یک نقطه منفی هم گذاشتن روی چیمون مثل دانشجوی ستاره دار. بعد گفتیم فعلا وایسیم تا یه راه حلی براش پیدا کنیم. و اما خبر جدیدی که هست، حالا چرا میگم جمعه ها یه کمی طنز بگیم، من وقتی که این اسم آمد اینجا از خودم پرسیدم ما اینو چجوری بخونیم. ببینید نوشته که شورای امنیت، این چیه؟ این گوترشه را برای دبیرکلی سازمان ملل معرفی کرد. اتفاقا من اون موقع رفتم چون میدونستم که این آنتونیو چیز به اصطلاح پرایم مینستر پرتغال بوده، اسامی پرایم مینسترها یا اسامی معاون نخست معاون رئیس جمهورها را آوردم و نتونستم پیدا کنم. بعد حالا میبینم که جلوش قشنگ اسم خودش رو با انگلیسی نوشتن و با انگلیسی آدم این مشکلش حل میشه. ببینید نوشته آنتونیو گوتریس. اسپانیشا حسنشون اینه مثل آلمانیا همون جوری که مینویستن میخونن، مثل امریکایی ها نیستن. امریکایی ها اکتوبر میگه اکتوبر، اسکار رو میگه آسکر، نمیدونم ای رو یه جا میگه ای، هر جور دلش میخواد میگه. در صورت این اون چیزی که ما فکر کردیم گوترش نبود، گوترس، گوترس، بله ترس اینا زیاد دارن، تورس هم زیاد دارن. نوشته که آنتونیو گوترس برای دبیر کلی به مرجمع عمومی سازمان ملل معرفی شد. حالا من نمیدونم چرا توی ایرانی این که آخر اسمش اس هست اونا برداشتن کردنش شین شه. میگی که اعضای شورای امنیت سازمان ملل به اتفاق آرا آنتونیو گوترس نخست وزیر سابق پرتغال را به عنوان نامزد دبیر کلی سازمان ملل متحد و جانشین بان کی مون معرفی کردند. ها
حال مجمع عمومی سازمان ملل مرکب از همه کشورهای عضو این سازمان باید به آقای گوترس رأی بدهد. رأی مجمع عمومی عمدتا امری تشریفاتی تلقی می شود. یعنی دیگه ایشون شده. حالا ببینیم ایشون چه کار میکنه. آخه یکی بگه این سازمان ملل چه کار کرده؟ یه نفر بیاد این اقدامات مهم و سازنده سازمان ملل برای ما بگه. و اما آقای علی شیرازی عزیز یه مقاله‌ای برای من فرستاده بود، من وقتی خوندم نوشتم که فکر کردم این در رابطه با پدر شماست، ولی این که اسمشو سفارت و اینا فرم کرده، بعد برام نوشته که نه آقای سوربی، ایشان پدر من هستن. این چند صد را برای تجلیل از این مرد دانشمند خاکی تهیه و برای دوستان ارسال کردم و تصمیم دارم کمی مشروع‌تر در ویکی‌پدیای فارسی قرار دهم. در زمان حیاتش قدر او را ندانستم، حالا تا زنده ام باید از این مرد یاد کنم. نظر شما چیست؟ به نظر من کار خوبیه و اصلا خودتون سرزنش نکنید که قدر پدرتون ندونستید. اصلا کار بچه همینه، وظیفه بچه اینه که قدر ناشناس باشه، وظیفه بابا اینا اینه که اونا میبخشن و اصلا اونا به احترام گذاشتن من و شما چیز ندارن، احتیاج ندارن. در هر صورت ایشون همون کسی که گفتم که سنشون رو 87 سالگی نوشتن در 78 سالگی و بعد نوشتن که معذرت میخوام من 88 سالگی هستم. در این نوشته به جای 87 سالگی 78 به کار رفته، عذر مرا در 88 سالگی بپذیرید. امیدواریم سالهای سال زنده باشید و این کار انجام بدید. لطف کنید اون مقاله رو وقتی تکمیل شد برای من بفرستید تا من برای دوستان هم بخونم. و اگر حالا میخواین من اینو میخونم. ایشون نوشتن مرحوم پدرم در سال 1273 در شیراز به دنیا آمد. به این خاطر من بهشون میگم علی شیرازی. تحصیلاتش قدیمی بود و زبان انگلیسی را نزد یک هلندی مقیم شیراز آموخت. در جوانی به استخدام کنسولگری آلمان در شیراز به سمت مترجم درآمد. این اشتغال با ماموریت ویلهلم واسموس همزمان بود. پدرم در طول خدمتش به جنبش افتخارآمیز دلیران تنگستان کمک میکرد و در اشغال کنسولگری انگلیس در شیراز به همراهی میهن پرستان آن به همراهی میهن پرستان آن سامان به طور فعال شرکت داشت. در اوایل 1300 به تهران مهاجرت کرد. یعنی ایشون 27 سالش بوده. پدرم اموال و اساسه کنسولگری آلمان را به سفارش واسموس تحویل کنسول بعدی آلمان داد. بهپور به تمام شیوه های خوشنویسی فارسی و عربی تسلط کامل داشت و نخستین کتاب خودآموز زبان انگلیسی را در دو جلد تعریف کرد که به همت کتابخانه خیام در سال 1310 چاپ و منتشر شد. او در سال 1360 در 78 سالگی روی در نقاب خاک کشید. روحش شاد، روان شاد، یادش گرامی. ممنونم که نوشتید. بله بنویسید رو ویکی‌پدیا بذارید تا دیگران هم بدونن. و اما نامه ای رو که آقای دکتر نصر احمدی نوشته دوستان من براتون اینجا نشون میدم و با هم یک نگاهی بهش میندازیم ببینید که منطق این دوستان چیه. همشون درست اون ماجرایی که میگن ایرانی ها احتیاج ندارن براشون نگهبان استخدام کنین، خودشون پدر همدیگر در میارن. معروفه میگن ایرانی ها مثل خرچنگایی که توی بازار ماهی فروش ها میفروشن، هر سبدی چیزی در داره ولی این خرچنگا در نداره، سر نداره، در پوش نداره، برای که هر کنمش که میخواد بیاد بالا اونای دیگه میگیرن میکشنش پایین. به نظر من این کاری که آقای نصر احمدی کرده درست اینه، با وجود که برای ایشون احترام قائلم، آدم بسیار دانشمندی است، خیلی آگاهی داره، ولی از این آگاهی و دانشش من تا الان ندیدم استفاده کنه. بزرگترین استفاده که رفته در خدمت رضا پهلوی بوده که بعد خودش میگه من عمرم تلف کردم اونجا، جوانی و دانشی که داشته، اون شور و هیجان و
اونجا تلف کرده، بعدم که میگه مسمومش کردن، بعدم 8 سال رفته، حالا هم که اومده یک کتابی نوشته، اون کتاب و برنامه‌شو نمیاد اجرا کنه، میره دنبال آقای لاجوردی. آقای لاجوردی رو ول کنید، نوری‌علا رو ول کنید، شما یه حرکتی را بندازید. هم میهنان ارجمند، یاران پراکنده، با آنکه کمترین زمان را بیننده و شنونده رادیو تلویزیون های برون مرزی هستم، بیننده تلویزیونی بودم که مانند دیگر رسانه ها آبشخور آن از حکومت اسلامی به ویژه اپوزان در اون حکومتی است که اصلاح طلبان نامیده می شود و در دسته و گروه سبز سپتام بیننده مساوگر آقای فرامرز فروزنده با مساوی شونده به نام حسین لاجوردی بودم. این تلویزیون پارس رو میگید دیگه، چون آقای فروزنده الان تلویزیون پارس است. خب شما که اینجوری میگید قشنگ بگید، اگر اطمینان دارید که این تلویزیون آبشخور از حکومت اسلامی ایران و اینها، قشنگ به مردم بگید، ترس و واهمه نداشته باشید که 25 نوشتن سپتامبر بیننده مصاحبه‌گری آقای فرامرز فرزنده با مصاحبه شونده به نام حسین لاجوردی بودم که 25 جای دارند. 25 جای دارن، من نمیدونم چی. نیمروز سرپرست انجمنی نام پژوهشگران را دارند. آقای لاجوردی با همه سن و سال بالای خود که سفرهای پیوسته ماهیانه و گاه هفتگی دارد، پاریس، روم، لندن، برلین، استکهلم، تورنتو، واشنگتن، نیویورک و لس آنجلس، اگر هم نه اورشلیم و تهران، او غافل از پرسشی است که با او به میدان خواهد آمد که هزینه سفر یا برگزاری سمینار و کنفرانس نمایشی 3-4 روزه، اقامت هتل، هزینه درآمد، هزینه آمد و شد، خورد و خوراک از سوی کدام کس و ببین آقای دکتر نصر احمدی، شما توی آمریکا از هیچ کس نمیتونی سوال کنی پولت از کجا میاد، خرجت از کجا میاد. متاسفانه اینم یه اشتباهی بود، یه به قول معروف یه تخم لقی بود که در دهان بیننده ها توسط تلویزیون ها شکنده شد به این صورت که آقا ما میایم یه تلویزیون باز میکنیم، تلویزیون های دیگه دزد بودن، این تلویزیون میاد به شما میگه چند پول جمع شده، چند پول خرج شد. در صورت که اصلا اینجوری نیست. شما اگه بخوای رئیس جمهور بشی، مردم حق دارن بهت بگن ورقه مالیاتیت نشون بده. تازه اونم ببین چه علم شنگه این آقای ترامپ در میاره برای که ورقه مالیاتیش نشون بده. بعد این همه که مردم رو مسخره کرده، حالا اومدن که آقا این 20 سال پیش 916 میلیون دلار ضرر کرده و به خاطر اون تا سالها میتونه سالی 50 میلیون دلار پول درآمد داشته باشه و مالیات هم نده. شما آخه چه مقامی دارید؟ آخه این بهش میگن تفتیش عقاید، تفتیش زندگی دیگران. شما بله میتونی زنگ بزنی، پاریس هم بودی، پاریس فرانسوی هم بلدی، زنگ بزنی به پاریس، ایشون رو گزارش بدی به اداره مالیات در درآمد، بگی آقا ایشون به نظر من مشکوک به نظر میرسه. این کار شما میتونی هم به عنوان شهروند فرانسوی، هم به عنوان شهروند آمریکایی، یه شهروند فرانسه رو گزارش بدی به اداره مالیات بر درآمد. ولی یادتون باشه اگر هی گزارش غلطم به این و اون بدید، آخرش میاد یقه خودتونو میگیرن و از کجا معلوم که بعد نیان بگن شما باعث شدید. اینقدر دیدیم تو تلویزیون میاد میگه که این دروغ گفت، ما رفتیم اینقدر آفیسر، اینقدر ساعت، اینقدر ماشین، اینقدر بنزین، اینقدر حقوق گذاشتیم، حالا این باید غرامت بده، به خاطری که غرامت نمیتونه بده حالا خودش باید بره زندان. عزیز من، آقا این میگه من یه نفر از قیافم خوشش میاد که من موند، از این که تو این سن و سال والیبال بازی میکنم خوشش میاد، بهش پول میده. خب این سوال شما جواب داده شد، حالا بعدش چی؟ همه مشکل شما اینه که این پول از کجا میاره؟ به قول خودتون آقا آخونده بهش پول میده. خب سوال شما پاسخ داده شد، حالا چی؟ آقا چیکار کنم؟ شما چه قدرتی دارین که فردا برین تو فرودگاه جلو این رو بگیرید از پاریس بلند نشه بیاد لس آنجلس؟ پس داری وقت تو بی خود میذاری، به جایی که بری یه جنبشی خودت را بندازی، بیاید با بیانت، با کلامت با مردم صحبت کنی، مردم رو جلب کنی، جذب کنی،
ازشون کمک بگیری، حالا دوست داشتی به همم نشون بده که آقا ببین هر کسی $3 بیشتر، این آقای چیزی این کار کرد، سندرز نشون داد که اوریج کمک هاش $27 بوده. ولی شما ناتوانی خودت رو داری با این به اصطلاح موجه نشون میدی، عذر و بهانه میاری، حالا چی؟ پول دلش خواسته، مادرش مرده، ارث بهش رسیده، مالیاتش هم داده، باقی پولا مال خودش میخواد خرج کن، به شما چی؟ به من چی؟ خب دوستان نظر شما چیه؟ از کجا آورده ای؟ قانون بود. و اما فساد جمهوری اسلامی را ساقط میکند. آسمان دیلی نیوز این رو نوشته، بخونیم ببینیم که چیه. باز طبق معمول من صفحه رو به شما نشون بدم و با هم همه با هم. بله دوستانی که توی فیسبوک هستید بگید که صدای ما چگونه است. میگه که فساد جمهوری اسلامی را ساقط میکنه. سردبیر اکتای یا اکتای دارابزند، با ایشون هم فکر کنم من یه مصاحبه کردم. دیگربان احمد توکلی نماینده سابق مجلس میگوید اگر با فساد مبارزه نکنیم جمهوری اسلامی را ساقط میکند. افراد فاسد در مجاری تصمیم گیری حضور پیدا کردند و فساد مثل موریانه در همه ارکان نظام اخلال ایجاد کرده. وی افزود فساد همه چیز را از بین میبرد، تولید را نابود میکند، سرمایه گذاری را به تأخیر میاندازد، هزینه سرمایه گذاری را بالا میبرد، اشتغال کم و بیکاری زیاد میشود، اختلاف طبقاتی را شدت میدهد، باعث تغییر رفتار و اخلاق میشود، به هنجارهای اجتماعی آسیب وارد میکند و مثل یک موریانه در همه ارکان نظام اختلال ایجاد میکند. گو از کرامات شیخ ما چه عجب؟ مشت را باز کرد و گو یه وجه، یا پنجه را باز کرد و گو یه وجه، از کرامات شیخ ما این است، شیره را خورد و گفت شیرین است. حالا یکی حتما فردا پیدا میشه همین دارایی و حقوق این آقای توکلی رو می‌نویسه که خود این یکی از همون موریانه هست. نه موریانه هست، مارمولک هم هست. بله خب اینو میدونیم، اصلا حکومت شاه هم فساد خود دولت ها، خود دستن در کار دولت و دربار ساقطش کرد. ولی آیا این دیکتاتورها درس میگیرن؟ نه. شما هر چی میخوای برو به تاریخ عقب، هر چی میخوای برو عقب، خودشون رو نابود کردن. اونایی که درس گرفتن، پند گرفتن، مثل اون رئیس جمهور هست، یه فولکس واگونی داره، تو صف بهداری هم میره میشینه، نمیدونم دکتر و پرستار و اینها نداره، مثل اونها مثل آدم زندگی میکنن، عاقبت به خیرم از دنیا میرن. اینایی هم که پند نمیگیرن باید برن ماشین ضد گلوله، اگه ماشین شاه اینقدر درش کلفت بوده باید اینا درش اینقدر بگیرن. ولی چه فایده ای که این خبر رو پخش میکنید؟ چی میشه؟ مردم باید چیکار کنن؟ هیچ، با وایسن بگن خب پس امیدواری بی خود نیست، اون شعر رو ساخته بود، خرابی تا بدانجا کاباد میگرده. یعنی ما باید بشینیم این اینا که باور دارن به دین اسلام و شیعه ها، میگه اینقدر دنیا باید فساد پر بشه تا حضرت مهدی بیاد، یا اینایی که باور دارن به مسیحیت میگن اینقدر دنیا خراب میشه که آقا نمیدونم عیسی مسیح میاد. شما هم که به هیچ کدوم باور ندارید باید بگید که بله منطق میگه که فساد اینقدر زیاد میشه که حکومت جمهوری از بین میره، پس ما باید چیکار کنیم؟ هیچ. آقای نصر احمدی چیکار میکنه؟ کتاب قانون اساسی مینویسه، بعدش هیچ. آقای سهراب چمن‌آرا چه کار میکنه؟ چندین کتاب مینویسه، بعدش هیچی. دیگران چه کار میکنن؟ کتاب مینویسن، مقاله مینویسن، دل سرد میشن، بعدش هیچی. گفتم بهتون چند مدت پیش رفتم منزل یکی از دوستان که مدتها اصرار میکرد که من مهمونشون باشم تا یک آبگوشتی برای ما بپزه. آبگوشتی هم پخت، چه دستپختی هم داره. بهش گفتم که اون وقتا آقایونی که اینجوری بودن به شوخی بهشون میگفتن باری کلا با این دستپخت باید یه شوهری برات پیدا کنی. خلاصه
ایشون قبلا ماهیانه حمایت میکرد. بعد از اینکه ما رفتیم خونشون و وقتی خواستیم بیایم یه خوردم از خوراک اضافه بود گفتیم اینم ببریم برای فردا، چقدر فردا خوشمزه میشه، نون برشته کنیم با این گوشت کوبیده رو تو شیراز میگن یخنی، نمیدونم چرا یخنی، یعنی یخ نیست، گرمه. و فرداش واقعا نون برشته با اون چقدر خوشمزه میشد. آوردیم وقتی خواستیم بریم دیدیم یک لیوان خیلی قشنگی هم بود داشتن توش مشروب میخوردن. گفتم ای لیوانا رو از کجا گرفتی؟ گفت اینم ببر. گفتم این بنده خدا فکر کنم به من گفت سوربی هم خیلی زیاد خورد، هم برد هم لیوانمون هم برد و دیگه حمایت نکرد، ولی دیروز برام زنگ زده امروز گفت که مدتی گرفتار بودم کار داشتم و آدرس تو بفرستا من دوباره حمایت شروع کنم. ممنونم، خوش آمدید. ما به هر کی رفت میگیم که چی؟ به امید دیدار. هر کی هم برگشت اومد میگیم که خوش آمدید. خب جویش فور پیس، جویش وایس، صدای یهودیان، صدای کلیمیان و اینایی که پیرو موسی هستن برای آزادی. نوشته که ساکر فوتبال the beautiful game، میگه بازی فوتبال یک بازی زیباست. بعد اینجا نوشته که این خیلی جالبه، بعضی از ماها کلمه ها رو استفاده میکنیم معنیش رو نمیدونیم. من خود این آپارتاید خب میفهمیدم معنیش چیه ولی نمیدونستم چجوری باید استفاده کنم، تا اینکه یک کتابی آقای جیمی کارتر نوشت. اتفاق من قرار با آقای جیمی کارتر هم مصاحبه کنم، بنده خدا اون رئیس دفترش هم وقت و اینا به ما داد، ما تنبلی کردیم نرفتیم، الان هم که دیگه خیلی پیر شده ولی با همه پیریش فعالیتش سر جاش است. اینجا نوشته که Love Soccer Hate Apartheid، این بالا نوشته. این کلمه Apartheid از تقسیم کردن، از جدا کردن، Apart، و وقتی که مثلا شما سیاه ها رو این ور نگهداری سفید ها رو اون ور نگهداری میشه اون حکومت آپارتاید مال آفریقای جنوبی که بعد ماندلا و بعد اون ماجرا و حالا عوض شد، نمیدونیم بگیم بهتر شد بدتر شد، باید یه دوستی که وارده بیاد بگه. میگه there is no place for apartheid in soccer، میگه توی بازی فوتبال هیچ جای تبعیض نژادی، تبعیض قومی، تبعیض مذهبی وجود نداره. الان توی سوریه دوستان تبعیض مذهبی داره مردمو به کشتن میده، این میگه اون سنیه، اون میگه این شیعه است، اون سنیه میگه نه این سنیش ضعیف کم آب کم یا پر آب کم رنگ، این میشه اینا هم آپارتاید مذهبی و اینا دارن با هم نمیدونم کشت و کشتار میکنه. بعد نوشته که تل فیفا، این فیفا همون به اصطلاح سازمانیه که مسابقات فوتبال و اینها رو چیز میکنه. آخه یک کسی که اینو نوشته یکی به خود فیفا بگه سازمانی که اینقدر وضعش خراب بود، اینقدر دزدی کرده بود، اینقدر رشوه داده بود، حالا شما بهش بگید که to ban team from settlement in occupied Palestine from competing in Israel league. میگه که به فیفا که برگزار کننده این مسابقات فوتبال و جام جهانی و اینها هست بگید که اجازه ندید تیمی رو که از اون منطقه settlement، این خونه‌هایی هست که دولت اسرائیل ساخته. و دوستان بهتون گفتم یکی باز همین راجع به سازمان ملل بی‌خاصیتیش اینها برید ببینید چند تا قطعنامه اینا صادر کردن بر علیه اسرائیل، تا حالا یکیش هم عملی نشده، اسرائیل هم اصلا محل نمیذاره. اسرائیل حتی پولی رو که باید بده حق عضویتش اون رو هم نمیده. اسرائیل هر کسی الان ایراد میگیره به دولت ایران که دولت ایران یه دولت مذهبیه و قاطی شده مذهب و قانون و به همین خاطر هست شیر تو شیره، دولت اسرائیل دوستان زودتر از دولت جمهوری اسلامی مذهبی بود و مذهبی است. اصلا این مجلسشون اگه نگاه کنین اسم مجلسه یه چیزی نزدیک اسم همون کنسا یا چیشون هست، معبدی که میرن به اصطلاح شنبه ها توش عبادت میکنن و اونجا خیلی اوضاع خرابه. دولت اسرائیل با پولی که از آمریکا میگیره، با پولی که از کشورهای دیگه میگیره، با خود کلیمیان از صهیونیست‌هایی که اینقدر پول دارن، یک خونه هایی رو میسازه و مردم رو در دنیا فریب میده.
بهشون میگه آقایی که شما یا خانمی که شما توی روسیه بودی نیذاشتن بگی من یهودیم، توی اروپا بودی، بیا برو بهشت برین، همون جایی که حضرت عیسی 40 سال توی صحرای سینا داشت میگشت، بیا همونجا ما برات خونه ساختیم. این بدبخت ها هم از کشورهای کمونیستی و نمیدونم پولند بلند و اینا میرن اونجا، اونجا دیگه نه راه پس نه راه پیش، نه در قربت دارم شاد و نه روی در وطن دارم. عشق میریزن، گریه میکنن که آقا ما پول نداریم برگردیم. میگه اینا ما رو آوردن گذاشتن گوشت جلوی گلوله، ما رو گذاشتن اینجا ساختمان های بلند، فلسطینی سنگ که میزنه به ما میخوره، نمیدونم حزب الله موشک میزنه به ما میخوره، خودشون اون پشت کنار دریا و این حال لخت میچرخن برای خودشون عشق میکنن. این ماجرای ستلمنت یا این خونه هایی که میسازن اینه و هیچ چیزی بیشتر از این نیست. به دروغ هم اینها رو داره میاره. وقت تبلیغاشون هم ببینید، گریه زاری یک پیرزنی رو نشون میده که از این نونای الان ایام عیدشون هم هست، بهشون تبریک میگیم، به کلیمی های حقیقی و دیندار واقعا تبریک میگیم. سال 5777 و میدونید که اینا یه نونای خشکی و اینها درست میکنن، نشون میده میگه اینا نون ندارن، شما بیا ما 20 دلار بده، گریه میکنن زاری میکنن. آخه یه کسی اگه میگه ما این کشور رو داریم، ما این قدرت رو داریم، کلیمیا پولدارترین آدمای دنیا هستن، چرا از مردم دیگه شما دارین پول جمع میکنین؟ چرا خودتون پول خرج میکنین؟ انقدر چرا هست که اون دوست چه 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 چرا منتظرش هستیم که بیاد و صحبت کنه. و اما درباره آقای مهدی ذوالفقاری گفتم، از ایشون تشکر کردم. حالا بذارید این به اصطلاح نشریهشون هم به شما نشون بدم. من اگر یه روزی ایشون وقت داشته باشه حاضرم یک کلکلی باش بکنم، یک چیزایی نظرهایی بدم. به نظر من که خواننده این نشریه هستم، اگر اونها رو انجام بدن نشریه بهتر میشه و لازم نیست اینها حتما عمل کنن، ولی به نظر من لازمه که گوش بدن اقلا ببینن ما چی میگیم. اولا به نظر من توی یک صفحه، مخصوصا صفحه اول، شما این مثل صفحه اول روزنامه سرتیتر خبرها یا چیزای به اصطلاح مهم رو تو همین صفحه اول و دوم جا بدید. شما یک صفحه الان میریم پایین فقط راجع به مهدی کروبی هست که نظر شورای مرکزی، ببینید ببخشید دیوونه شد دستگاه ما، اینه، ما به جای اینکه ماوسمون رو روی این مانیتور کلیک کنیم، اگر روی اون مانیتور کلیک کنیم اینجوری میشه. ببینید بعد هی باید بیایم. خب الان مثلا من اینو خوندم مهدی کروبی، میگم خب بعد میخوام بیام همه مطلب رو بخونم مشروعش، باید بیام پایین تر. بیان من به نظرم میاد سرتیتر همه اینها رو تو صفحه اول بذاری، بعد هر کسی روش کلیک کرد لینک بشه به این صفحات. بیانیه خانه سینما در اعتراض به حکم پرونده پزشکی کیارستمی، پزشک کارگران مشهور سینما کارگردان بوده، یه دالش افتاده، کیارستمی در فرانسه ضربه مغزی شده بود. این جمله اصلا غلط. نگرانی شدید دبیرکل سازمان ملل از وضعیت حقوق بشر در ایران، اینم از این. بعد ببینیم که دیگه چیه، این صدای ترق ترقی که میشنوید، این ماوس ما اون دکمه وسطش، اینجا بهش میگن ویل، چرخ یا هرچ، اینه که صدا میده. واکنش ایران به گزارش حقوق بشری بان کی‌مون از نظر ما ناعادلانه و بی اعتبار است. اوباما زمان اجرای توافق اقلیمی را اعلام کرد، روزی تاریخی برای زمین. املاک نجومی، تخلفات شهرداری تهران، تحقیق و تفحص از شهرداری تهران آبان ماه رسمیت می‌یابد. شاید حالا من براش این کار کردم، شاید یکی یکی اینا رو نوشتم گذاشتم توی صفحه فرستادم، بعد بهش میگم فکرش بکن اگه صفحه اول شما سرتیترها رو بنویسید چقدر بهتره. واکنش ها به شکایت شهرداری از رسانه ها، چرا شهرداری از آگاهی مردم میترسن؟ اجازه بدید دوستان، ممنونم از آقای ذوالفقاری، امیدوارم که ایشون یک برنامه خبری رادیویی یا تلویزیونی هم درست کنه که ما هم بتونیم به اصطلاح ازش استفاده کنیم توی تلویزیون مردم. و اما این را هم
براتون بخونم. روز جمعه است، ما فکر کنم تو 60 دقیقه برنامه‌مون تموم میشه، ولی این دهن که شروع میشه به صحبت کردن مگه الان میشه بسش به این باشه؟ میگویند روزی مولانا از کنار مسجدی رد میشد و دید عده‌ای، بذارید من اینو براتون بزرگتر کنم که شما فکر نکنید من فارسیم خوب نیستا، این دوستان پاتی کردن و خیلی هم بی‌دقت شدن، اون یکی میفرسه اون یکی هم پخش میکنه، تازه شما اگرم از یکشون ایراد گرفتی 4-5 تا ناراحت میشن بهت حمله میکنن، اسم ما را از لیست درار، میگم آقا خانم شما اصلا تو لیست من نیستی و ساده ترین چیزای ایمیل و اینا بلد نیستن. میگویند روزی مولانا از کنار مسجدی رد میشد و دید عده‌ای دست به دعا برداشتند و میگویند خدایا کافران را بکش. مولانا از کنار مسجد رد شد و رفت تا به کلیسای رسید و دید در آنجا هم عده‌ای دست به آسمان برده و میگویند خدایا کافران را بکش و از بین ببر. مولانا رفت تا به در میخانه رسید و دید در آنجا خمها رو به هم میزنن. آخه دوست عزیز تو میخانه خمره ها رو که به هم نمیزنن، خمها رو به هم میزنن و میگویند بزنن به سلامتی. من برای ایشون نوشتم بابا جامها رو به هم میزنن، بلا خم رو بزنن به هم که خمره میشکنه و شراب میریزه. سپس فرمود من آن موقع بود که دیدم دین مستی بهترین دین است که جز سلامتی دیگران آرزویی ندارد. آنجا بود که سرود پرستش به مستی است در کیش مه، برونند زین حلقه هوشیارها. من نمیدونم از زمان مولانا این عرق خورای ما به همدیگه میگفتن سلامتی. اون روز من نوشته گاندی رو وقتی خوندم و گفتم فکر نمی کنم نوشته با این همه اشتباه از مهندس گاندی باشه، دوستمون آقای پتیک نوشت که منم فکر نمی کنم و این روزا متاسفانه هر کسی هر مزخرفی می‌نویسه، یا می‌نویسه داریوش یا می‌نویسه کوروش یا می‌نویسه نمی‌دونم گاندی یا می‌نویسه چیه این آقای کندی و الی آخر، چه باید کرد نمی‌دونم. یه کمی خلاصه من فکر نمی کنم مولانا درست داره این شعره رو گفته، ولی اون روز راه افتاده از دم مسجد و بعدم کلیسا و بعدم میخانه. و با تقدیم احترام حضور دوستان گرامی، این همون باز نامه دکتر نصر احمدیه که خوندم و به نظرم میاد که ایشون داره وقت خودش رو تلف میکنه و این پیامم پیام اون دوستی که پیام گذاشته بود من امروز بهش زنگ زدم، خب دیگه پخش نمی کنم. اینم نامه آقای علی شیرازی بود که خوندم و اما کم کم دارم به آخر این فولدر می رسم. حالا بیاین باز دوباره بریم ایراد بگیریم از این خبرهایی که میاد. ببینید اولا این خبره مال مرداد 1300 و الان ما مهر هستیم، یعنی مال دو ماه پیش. ببینید نوشته که گزارشی از یک زندان و شکنجهگاه مخفی و مخوف در تهران متصل به بیت خامنه ای. خب گزارشی بعد نوشته که از یک زندان و اینها متصل به بیت خامنه ای، ما میخونیم جذب میشیم دیگه این تیتر رو که میبینیم. میای پایین دوستان دقت کنید، ببینید این دوستان ما اون وقت حقیقتا آخوند نباید خوشحال باشه که بگه دشمنان ما از یه سری احمق به اصطلاح هستند و ما باید خوشحال باشیم. نگاه کنید ببینید چی نوشته. نوشته بر اساس گزارش موثق. گزارش موثق یعنی منبعی که اینها بهش اطمینان دارن، منبعی که بهش استناد میکنن، درسته؟ اوکی. به دست آمده زندانی به نام 59 در تهران وجود دارد که هر جنایتی در آن انجام میشود. خب یعنی اینا میدونن، شاهدن، دیدن چه جنایات. اطلاعات این محل به شدت مخفی نگه داشته میشود. عجب به شدت مخفی نگه داشته میشه که شما به این آسونی داری برای ما مینویسی. درست این اخباری که آقای نوریزاده میاد میگه از اتاق خواب آقای خامنه ای، از ملاقاتی که داشته و الی آخر. فقط ببینید جمله ها شما بخونید. نوشته هر جنایتی اونجا انجام میشه و به شدت هم مخفی نگه داشته میشه و از حفاظت بالایی برخوردار است،
بجز افراد مشخصی کسی از وجود آن مطلع نیست. شما خودتونه بذارید جای آقای خامنه ای و اگر فقط افراد مشخصی از وجود این خبر دارن، الان شما چیکار میکنی؟ پدر این افراد مشخص در میاری، یکی یکی میاری تا ببینی کی این گزارشو داده. درست میگم من؟ اوکی. حالا باز بخونی. نوشته از زندان 59 هیچ خبری بیرون نمی آید. تو بیداری خبر میدی. زندانی را مستقیما به آنجا میبرند و اعدام میکنند. نام زندان را مخصوصا عدد 59 گذاشتن تا به صورت رمز باقی بماند. عجب رمزی. یادتونه آقای استانلو گفت این صحبتای آقای شجریان که من 15 ساله با یک مهمونی درگیرم این رمزه و حالا دوستان بیاین رمزیابی کنید ببینید این چی. گفتم آقا ایشون مریضه، چیزی که هست ما ایرانی ها مریضم که هستیم به دکترم رومون نمیاد بگیم مریضی. ما بابا دوست داشتیم تا روزی که مرده زنش نمیدونسته این سرطان داره. آخه این مزخرفات چیه؟ اسم این زندان رو گذاشتن 59 چون نام زندان را مخصوصا گذاشتن 59 تا به صورت رمز باقی بماند. خب اگه میذاشتن 26 چی بود؟ اگه میذاشتن 62 چی بود؟ آیشان هم گفتی گذاشتن 62 تا به صورت رمز باشه؟ زندان 59 یک بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات سپاه پاسداران است که مستقیم به بیت خامنه ای وصل است و مستقیما از بیت دستور میگیرد. یعنی برای که بخواد مستقیم دستور بگیره این روزا که تلفن هست، اسکایپ هست، همه اینا هست، نه، باید این زندان زیر خونه این باشه تا صدای شکنجه ها و اینها ایشون شب تا صبح با این صداها بخوابه. دوستان اینا اپوزیسیون ما هستن. حالا باز گوش کنید. نوشته این زندان در شرق تهران سراح تختی. اولا خونه خامنه ای کجاست؟ شما اول داری میگی که این به بیت خامنه ای وصل. من فکر کردم خامنه ای رفته جماران جای خمینی، ولی من چون تهران رو بلد نیستم، فقط شمرون یه دفعه رفتم اونجا چند بار خوردم زمین روز برفی، همون قسمت یادم. شما به من بگو کجاست، میخوام حالا براتون یه نقطه ای رو بهتون بگم. سوربی جان، آن یک خانم است، نه مرد، شباهت زیادی با آقا داره ولی خانم هستن. کی؟ من نمیدونم کی میگی. تداد ملاهی علی، کیو میگید شما؟ من نمیدونم دوست عزیز که توی فیسبوک نوشتید آن یک خانم هست، نه مورد شباهت زیادی به آقایان داره، که مورد زیاد نمیدونم ولی خانم هستن، نمیدونم. در صورت نوشته این زندان در شرق تهران، دوستانی که تهران و آدرس و اینا رو بلدن دقت کنید، در شهر تهران سراح تختی است، یک در ورودیش قابل دیدن است. حالا ببینید تالا خیلی مرموز بود، هیچ کس خبر نداشت، حالا یک درش قابل دیدن شد و بقیهش زیر زمینه. هیچ خبری از این محل بیرون نمی آید و کسی جرأت نزدیک شدن به آنجا را ندارد. افرادی هم که در این زندان مخوف کار می کنند در خانه های سازمانی در نازی آباد ساکن هستند. تا اونجایی که من شیرازی می دونم، ما از شیراز که اومدیم، اونم می دونم حسن آباد و قم و فلان اینا، بعد نازیاباد جنوب شیراز بود، درست میگم؟ اصلا کلمه نازیاباد و به خاطر نازیا زمان آلمانا، به خاطر که اونجا فکر کنم راه آهن ساختن، گفتن نازیاباد. حالا شما به من بگو، مایی که از این ور میگیم آقا این پاسدار ماسدارا همشون دارن خونه های مصادر شده زندگی میکنن، اینها اینایی رو که میخوان خیلی مخوف، خیلی مخفیانه باشه، درست بغل بیت خامنه ای باشه، اینا تو نازیاباد زندگی میکنن، اون وقت فاصله نازیاباد تا این سراح تختی یک کسی به من بگه، در هر صورت خبر همینجور ادامه پیدا میکنه. سیستم 59 و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه دستگاهش با همه جا فرق میکنه. عجب سازمان مخفیه. درشو میدونی، خونه کارمنداشو میدونید کجاست. ببین وقتی میگم مجاهدا شما چرا تو عراق این بر اونور هستید، باید بلند شید برید اینا رو نابود کنید، درشو میدونن، میدونن زیر زمینه، میدونن کارمنداش تو سازمان میرن نازی آباد زندگی میکنن، ولی مخوف، ترسناک، هیچ کم از خبر نداره. و من و شما باید چیکار کنیم؟ باید بگیم با این عجب پیدا که تازه نوشته بیاین به کانال ما بپیوندید، از این خبرها زیاد داریم.
یعنی چی؟ یعنی ما از این خبرهای مزخرف که وقت شما رو تلف کنه و فکر کنید یه کسی هست داره یه کاری انجام میده زیاد داریم. این هم اپوزیسیون ما. حالا آقای دکتر نصر احمدی، شما آقای لاجوردی رو ول کن به اینا بچسب، اینو ول کن به بعدیش بچسب، بعدی رو ول کن به بعدیش بچسب. امروز کانون آوا برنامه زنده نداشت، 3 تا ویدیو داشت. این 3 تا ویدیو رو به صورت یه برنامه نشون دادیم. یکیش بی بی سی راجع به سازمان مجاهدین، ماجرای مرحوم شدن رجوی، اون جشنی که جدیداً چند ماه پیش داشتن، جولای داشتن، صحبت میکرد. برنامه جالبیه، از امروز تا هفته آینده هم هر روز پخش میشه. به زودی نه اصلا روی فیسبوک هست، روی فیسبوک مردم تیوی هست، روی فیسبوک کانون آوا هست، روی صفحه وبسایت کانون آوا هم هست. خب دوستان، سیستم 59 و سازمان حفاظت اطلاعات سپاه، دستگاهش با همه جا فرق میکنه و هیچ نظارتی هم روی آن وجود نداره. به عبارتی در این محل هر کاری که بخواهن روی نفر دستگیری شده انجام میدن و هیچ کس هم مطلع نمیشه. اینم خبر بسیار داغی بود که انقدر داغ بود که اعصاب ما رو جوش آورد. خب یه دوستی ویدیوهای مال سال 2012 آقای انصاری رو نگاه کرده. این شخص آقا به نام آقای رضا عباسی است. آقا خیلی ممنونم که مثل انسان، مثل یک آدم نوشتی، چون اونای دیگه معمولا فحاشی میکنن و همشون هم اسمای متاسفانه کوروش و داریوش و نمیدونم اشکان و اینجا برای خودشون انتخاب کردن. خیلی ممنون، شما اسم خودتو نوشتی، رضا عباسی. بعدم نوشتی که تاریخ میگوید در 1400 سال گذشته در ایران هیچ پادشاه و رئیس دولتی به اندازه اول رضا شاه و بعد محمد رضا شاه کارنامه بهتری نداشتند. اولی وقتی آمد که ایران فقط روی کاغذ وجود داشت و دومی در یک کشور اشغال شد. خیلی ممنون، اینم نظر شماست. اینجوری که شما میگی نادرشاه و نمیدونم شاههای دیگه‌ای که تعریفشون شنیدیم، اونا همه دروغ بود. آقا همین قاجار میبینید اینقدر ازش بد میگن؟ همین قاجار یک کارایی کرده که اون کارا باعث شده بعدن یه سری چیزای دیگه انجام بشه. همین فرستادن دانشجو، همین آوردن سینما، آوردن پیانو از خارج، اینا همین ولخرجی هایی که رفتن خارج اومدن. نکنید والا آقای عباسی، دوست نازنی، شما با آقای انصاری اشکال داری؟ بیا بگو آقای انصاری اینجا که شما اینو میگی این غلط دروغه، اینجوری خودتون اذیت نکنید. شما میگید این دوتا بهترین بودن، من از شما یه سوال میکنم. آقا حرف شما رو ما قبول میکنیم، حالا که اینا بهترین بودن چرا اینجوری شد؟ یه جوابی کسی داره برای ما؟ یه آقای برای من نوشته آقا شما معنی شاه اللهی رو برای من بگو. گفتم آقا این خیلی ساده است، همونجوری که میگن حزب اللهی، شاه اللهی یعنی کسی که فکر میکنه شاه اللهش هست و خداش هست و فکر میکنه اگه شما درباره شاه صحبت کنی این آقا هی کلکل آخرش میگم آقا جون من بیش از 13,000 نفر رو فیسبوک فقط دارم، بیش از 3,000 خورده رو ایمیل دارم، چند تا رو توییتر و چند تا رو نمیدونم کوفت و تلگرام و فلان اینا نمیدونم. برای هر کسی بذار اصلا نشونتون بدم، اگه بیا شاید اینجوری دعوتم بشه که بیا ببینیم. اسمش الان یادم رفته ولی زیر یکی از این نوشته ها میان یه چیزی میذارن، شما به احترام جواب میدی، اون وقت شروع میشه. همه هم ماشالله پولدار، همه هم بازنشسته، همه هم وقت دارن، اون وقت هی مینویسن. شما یه جمله مینویسی، اون سه جمله جواب میده. جواب 3 جمله رو شما 2 جمله میدی میشه 5 جمله، 5 جمله رو 3 جمله جواب میدی میشه 12 جمله. بعد میگم آقا شما داری کتاب مینویسی. بذارید ببینم اسمش، خدایا کاش که اینا رو عکس میگرفتم نگه میداشتم بهتر. خلاصه آخرش رسیده به یه جا نوشته حالا که کم آوردید گفتم من خیلی خوشحالم که در مقابل دوستی مثل شما که شاه اللهی هست کم آوردم، چون شما شاه اللهی ها ماشاءالله از فهم و شعور والا و بالای برخوردار هستید و ما اصلا به اون حد نمیرسیم، مگر اینکه یک گند و گویی مثل نمیدونم حشیشی مشیشی چیزی بکشیم بند مثل آقای آریان بیوطن، اون وقت بیان اون بالا. و الا ما رو زمین هست، ما پامون رو زمینه، میدونیم اگه محکم پا رو زدیم زمین زانو درد میگیریم و الی آخر. بذار ببینم میتونم این آقا رو پیدا کنم نشون بدم، چون من 3 بار 4 بار آها
آقای فرید شفایی، حالا من نمیدونم اگه شفایی شما غلط نوشتی بذار، ولی عیب نداره غلط و این غلط معروف بود. ببینید دوستان اینجا این صفحه ای داده بیداد. یک لحظه با من باشید، من هم با شما خواهم بود. بله این صفحه رو شما میبینید الان، این بوده نوشتیم کنسرت داریوش در آلمان 29 زخمی و 18 نفر بازداشت شدن. خب آقای وحید سعیدی آمده آشان یکی از این موجی میگن چی میگن از این شکلک ها گذاشته که حالا احساس یعنی ایداد بیداد اینجوری با انگشت میزنه و کله خودش هست، ولی این آقای فرید شفایی نوشته با سلام و درود و فلان تصویر خوب است. آها این همون روزی که من اون دستگاه جدید رو استفاده میکردم. تصویر خوب است، صدا کمی بم و خدشه‌دار است. خواهشن کلمه شاه اللهی را معنی و تفسیر بفرمایی تا من روشن شوم. مرسی. ما برای ایشون توضیح دادیم. دوستان نگاه کنید، اینا دیگه چیزی نیست که کسی بتونه دروغ بگه. همش موجوده، همه رو میتونن ثبت کنن، عکس بگیرن، ضبط کنن. بفهم. من نوشتم شاه اللهی به کسی گفته میشه که فکر میکنه شاه خدا هست. این که خیلی ساده است. درست مانند حزب اللهی. بعد ببینید اینجا از ایشون دعوت کردن زیر همین، اگر وقت داشته باشید مهمان ما باشید تا با بینندگان گفت و شنودی داشته باشید، خبر از شما، خدمت از ما. اینو شما داشته باشید. حالا شعور و فهم شاه اللهی رو من میخوام بهتون نشون بده. ببینید من اول گفتم بهتون 3 خط می‌نویسن، جوابشون که میدی میشه 5 خط. قشنگ دقت کنید. ولی این کاربرد صحیحی نیست. چی کاربرد صحیح نیست؟ کلمه شاه اللهی؟ آقا کلمه شاه اللهی که من نساختم. کلمه شاه اللهی رفتار و کارایی که شما کردید مردم دیدن شما شبیه حزب اللهی هستید، ولی طرفدار حزب الله نیستید. اسم شما رو گذاشتن شاه الله. مصدق اللهی هم داریم، مثلا آقای حسیبی مصدق اللهی، گریه میکنه، زاری میکنه، به اسم مصدق دزدی هم میکنه. بعد هی باز برای ایشون هی نوشتم آقا اگر شما میخوای مهمون ما باش. حالا اومده اینجا بعد نوشته که آخرش خلاصه، حالا که شما کم آوردی، من نوشتم آقا من کم آوردم، خیلی هم خوشحالم. من شما که زیاد آوردید، شماها اینقدر زیاد آوردید که اصلا حالتون بد شد. آقای این بذارید عکسشون هم بهتون نشون بدم دوستان. آقای فرید بیا بابا، اینم تبلیغ مجانی، اینم مثل که یا انگلستانه یا فرانسه است، نمیدونم، چون این بناهای تاریخی همشون شبیه هم هستن. و بفهم آقای فرید، یه بار دیگه بفهم آقای فرید شفایی، یا من اول فکر کردم شعفی هستی، چون شما دعوتید بیاید تو برنامه ما صحبت کنید. اینم عکسای ایشون، عکسای شخصیش. بفهم چهارشنبه سوری توی اروپا، توی خارج، بزرگترین کاری که ایشون انجام داده. دوستان اگه کسی گفت چرا عکسای خصوصی ایشون رو تو فیسبوک نشون میدید، همون ماجرایی که برای آقای مینویی تعریف کردم. خصوصی نیست، ایشون پابلیک شده. این روزا اون وقتا شاه مثلا پابلیک فیگر بود، اونایی که تو تلویزیون بودن پابلیک فیگر بودن، هنرپیشه‌ها پابلیک فیگر بودن. الان همه پابلیک هستن، مگر اینکه به زور خودشونو خصوصی نگه دارن. کسی که عکسشو میذاره رو فیسبوک یعنی همه دنیا بیان عکسای منو ببینه. آقای مینویی برداشتش از افراد به اصطلاح شخصی برداشت اشتباهی بود. خواستم براشون توضیح بدم، گفت نه آقا مهم نیست، من برای اون خانم نوشتم که به من مربیاسی، یعنی یه جوری به من مربوطی نیست. شما اگر جر و بحث میکنی، حرف میزنی، نمیخوای ایمیل ننویس، نفرست. در صورت اینم از این آقا و آقای فرید شفایی منتظر شما هستیم، ولی من بیش از این با شما کل نخواهم کرد. اینم از این. باز ممنونم از اون آقای رضا عباسی. و اوکی خیلی خوب، کار چی شد؟ شما گفتی که
این دوران دوتا شاه خیلی بود. گفتگوی من با آقای سروی در مردم تیوی درباره محیط زیست، آقای یزدان خداوند رو خیر مرتب اینا رو بعد به دوستانشون هم میفرستن. یه بار دیگه خدمتتون اعلام میکنم اندی و شینی امشب از ساعت 8 بعد از ظهر تا 1 صبح در گاردن در گرین سامتینگ، اگه خواستید دیگه روی بزنید رو وبسایت خود اندی هست، میرید اونجا. ببینم دوستان، من دیگه رسیدم به این اونجایی که میخواستم، بعد ببینم که بله، یادآوری مراسم یادمان امسال شنبه 8 اکتبر. آقای فرهنگ قاسمی هم و دوستان دیگه هستن که هر سال اینا فقط برای که دور هم جمع بشن مراسم یادآوری این موضوع اون موضوع، ولی بعدش چی کار میکنن؟ بعدش میرن تا سال آینده. خب دوستان، ساعت 3:44 است، امروز ساعت 4 بعد از ظهر برنامه آقای حسن ارشاد رو نداریم، برنامه آقای محسن نادری نژاد چرازنین رو یکی از دوستان تماس گرفت، گفت من مایلم که $100 کمک کنم تا اینا رو نشون بدید. بعد که من تماس گرفتم و ایشون حمایت کرد، متوجه نشدم که حالا این حمایت که کردید واقعا $100 برای ایشونه. خلاصه بعضی وقتا ما خیلی گیج میشیم. این هم از این، و برای شما بهترین ها را آرزو میکنم. در آمریکا در این منطقه‌ای که من زندگی میکنم دوشنبه تعطیل هست و بنده هم شدیداً احتیاج دارم که یک روز تعطیل باشم، هم کارهای اینجا رو مرتب کنم، هم به خودم برسم، یک کمی استراحت کنم، یک کمی چی بگم دیگه، هر چی دیگه، ما هم بالاخره زندگی هم برای خودمون باید داشته باشیم. از یک هایی که شما ممنونم، از دوستان فیسبوک ممنون و متشکرم. من ویدیوی معمولی که با کیفیت بهتری هست توی سیستم خودمون هست بعد میذارم روی یوتیوب، تا اون حاضر میشه میذارمش روی فیسبوک، و اون ویدیوی کوچولو و چیز فیسبوک رو بر میدارم. دو دلیل داره، اینکه اولا حالا درست یوتیوب قفلمون کرده پول بهمون نمیده برای کپی رایت، ولی اقلا تعدادی بیشتر روی یوتیوب دیده بشن، بعد اون کوالیتی بد ورداشته بشه، بعد تعداد زیادی هم روی یعنی تعداد ویدیوی زیادی روی فیسبوک نباشه. دیگه بیشتر از این نمیدونم توضیح چی بدم. آهان، آفتابه قرن 20 از همه چی واجبتر، اینا اول کار باید بهتون میگفتن. ما 6 تا از این آفتابه های قرن 20 داریم. ما گفتیم بابا $70 $100 بدید، بعد کادو بدید به این به اون. اینا رو شما بزنید رو کامپیوتر نگاه کنید، BCC70 ناد نوشته بیده بایو بیده، و خیلی قشنگ، خیلی تمیز، خیلی بهداشتی، خیلی آسون نصب میشه، هیچی هم احتیاج نداره بخرید. 6 تاشو داریم، حالا بگو 6 تا $50 $300 اگر یه نفر میخواد بگیره، اگر یک کیش میخواد اینا 55 60 75 دیگه کمتر از $50 نه. ممکنه شما برید رو اینترنت $40 $50 هم بخری، ولی اینجوری شما حمایت میکنی از تلویزیون مردم، و من بازم افتخار میکنم که آفتابه میفروشم و صدای خودم رو به گوش شما میرسونم. اگر رسیدیم به جایی که آقای نصر احمدی، اگر رسیدیم به جایی که شما روزی 3 ساعت بلنشی بری جایی که ایرانی ها دارن میرن چلو کباب میخورن، ساندویچ تو ببری دم در وایسی، یه تابلو بندازی تو سینت، بهشون بگی که من احتیاج دارم به پول که بتونم کتاب چاپ کنم، من احتیاج دارم به پول که بتونم نشریه پخش کنم، من احتیاج دارم به پول که بتونم برنامه تلویزیونی داشته باشم، اون وقت میشه که مردم شما رو میشناسن، به شما اطمینان میکنن، هیچ کس هم ازت نمیپرسه این پولا رو از کجا آوردی، چون 10 نفر 20 نفر دیدن شما رو دم چلو کبابی، دم ایستگاه مترو. یه خانمی بود سیمین رویانیان، الان بازنشسته شده، ایشون با نوش می اومد وای میساد دم مترو، از مردم از آمریکایی‌ها از این اون پول جمع میکرد برای هدفش. ما خیلی راه داریم تا به اونجا برسیم. ما یکی لطف میکنه چند تا از اینا دفعه قبل فرستاد، 6 تا این دفعه فرستاده، بعد طرف میگه آقای سوربی حالا دیگه کارت به آفتاب فروشی رسیده. من افتخار میکنم که آفتاب فروش باشم، ولی آفتاب بر خامنه ای یا آفتاب بر رضا پهلوی نباشم. شما برعکس،
شما آفتاب بر اونا هستید، ولی این آفتابهای بهداشتی و تمیز رو خجالت میکشید، چون مغزتون جمادی اول بود، چی بود؟ تاریخه اونجا. دوستان عزیز، آخر هفته است، اگر اهل مشروب هستید مشروب کم بخورید، به اندازه بخورید یا اصلا نخورید، و رانندگی هم نکنید، بهش نمیارزه که دیگران زخمی و بیمارستان و مرگ و میر و خودتونم زندانی. تا شاید حالا خودتونم تصادف کنی، بزنی به درختی چیزی خودت بمیری، یا بزنی به یه ماشین دیگه خودت بمیری، ارزش نداره. اونم چیزی که امروز میخوری شنگولی، فردا سردرد، و تازه اگه سردرد اینا نگیری باز برمیگرده به حالت عادی. عادی بودن از همش بهتره. شما میتونید با آب هم مست بشید. این لیوانه خیلی جالبه، چارگوشه. شما اگه از اینجاش بخوری میریزه همه اینجاات خیس میشه، باید یا از اینجا یا از اینجا. اینم چرا ساختن نمیدونه. خب این بود برنامه سربی با مردم. اجازه بدید اینم بهتون نشون بدم، شما هم میتوانید در تلویزیون مردم برنامه داشته باشید. یک دوست پناهجو تماس گرفته بود، گفته بود که من میخوام مصاحبه داشته باشم و چگونه میشه. گفتم اینجوری، این تلویزیون یه ماشینه، سربی یه راننده است، شما سوارش میشی به مقصد میرسی، ولی برای اینکه سربی اونجا بنزین تموم نکنه باید پول بنزین اقلا برگشتش رو بدی که دوباره سربی بیاد اینجا پارک کنه منتظر نفر بعدی. و برای من مهم نیست که شما سیاسی باشید یا نباشید، شما میتونید مذهبی باشید، میتونید اجتماعی باشید، ما تنها کاری که میکنیم حرف شما، صدای شما رو به گوش دیگران میرسونیم، و وکیل شما این ویدیو رو استفاده میکنه توی دادگاه، میگه بابا جون این توی خارج هم که اومده داره فعالیت میکنه، و این آقا دلش نمیخواد ایران باشه. مگه شما نمیگید سازمان حقوق بشر؟ مگه شما نمیگید نمیدونم این قطعنامه فلان؟ مگه شما نمیگید حقوق بشر شامل این چیزاست؟ حقوق بشر میگه هر کسی آزاده، هر جا دلش میخواد زندگی کنه، دلیل لازم نداره، به هر دلیل. آقا من شیراز هواش گرم، دلم میخواد برم یاسوج، یاسوج سرد، دلم میخواد برم بوشه، به کسی مربوط نیست، میخواد برم آفریقا زندگی کنم. روز روزگارتون خوش، و با امید روزهایی بهتر و آیندهی روشنتر. من سعی میکنم ویدیوهای آقای محسن نادری نژاد رو تا دوشنبه هم بذارم، تا بعد با این دوستم تماس بگیرم ببینم این مبلغی که کمک کردن به اصطلاح $100 برای آقای نادری نژاد بوده یا همش برای تلویزیون مردم بوده. مرسی که با ما بودید، و اگر چیزی رو از قلم انداختم حالا نوبت شماست که برای من بنویسید یا تماس بگیرید. شورای امن گفتم، ماجرای یخ فروش و آبدم، کارمند بانک، همه رو گفتم. مرسی. خب از همتون تشکر میکنم. این دیگه حالا بار سوم هست که خداحافظی میکنم، میگن تا سه نشه بازی نشه.